ما ته خیابان آرام و ساکتی زندگی میکنیم. ما یعنی من و همسرم بابت با دو بچه از های قبلیش من با دو بچه از های قبلیم. البته هر کدام یک بچه دیگر هم داریم که با همسران قبلی ما زندگی میکنند. خانه ما پایین تپه است و دانشگاهی که درس میدهم بالای تپه. من مدیر گروه بخش هیتلر شناسی دانشگاه هم. سال 1968 نزدیک بهار توی هوای سردی که گهگاه آفتابی میشد پیشنهاد رشته هیتلر شناسی را تقدیم رئیس دانشگاه کردم یعنی شناخت هیتلر با همه ابعاد وجودیش از زندگی و جنگ بگیر تا شایعات و مدارک پیدا و پنهان مرگش رئیس دانشگاه فوراً هوشمندی و ضرورت چنین ای را درک کرد و خیلی زود دستور اجرایی شدنش را صادر کرد. مرد باهوشی بود. بعدها مشاور نیکسون، فورد و کارتر شد. آخر سر هم بالای ارتفاعات اتریش سوار تلکابینی مدرن فوت کرد. با سرخوشی از سراشیبی خیابان پایین رفتم. توی تقاطع نزدیک خانه سواریها اغلب به چپ میپیچند قصدشان رفتن به فروشگاه مرکزی شهر است پشت پیچ پلیس داخل ماشینش قوز کرده معمولا در کمین سواری هاست که خلاف پارک می کنند. از کنارشان میگذرم به خانه می رسم. خانه ما قبلا میان درختها محصور بود اما حالا از پشت حیات خلوتمان بزرگ راه پرسر و صدایی میگذرد. شبها میان صدای دور و یک نواخت سواری ها به خواب می رویم. صدایشان شبیه نجوای مرده است که هنوز به رؤیاهایشان نگاه می کنند و زمزمهوار چیزی می گویند. همسرم بابت زن قد بلند و درشتی است با موهای پرپشت بور. درشتی و قد بلندش به موهای جولیده و بورش می اصلا ظاهرش از او آدم جدیتری ساخته. به نظر من زنهای درشت صادق ترند. اهل نقش کشیدن و توطعه نیستند. انگار اصلا به موزیگری و توتعه احتیاجی ندارند. تا رسیدم گفتم از دست دادی؟ چی رو؟ دانشجوها اومدن. ای بابا دوباره یادم رفت قرار بود بهم بگی. ببین این دفعه ماشینای استیشنشون تا دم کتابخونه موسیقی رفته بود. هر رنگی بگی بود سبز، قرمز، قهوه‌ای. بیشتر پدر و مادران بودن شلوغ بازی و ادا و اصول که دیگه نگو به نظرم هیچ جا قد دیگه همچین جاها و لحظه هایی آدم ها نمی فهمن چقدر شبیه همن یه گروه، یه شک، یه فکر که اسمشون با هم میشه مردم یا یه ملت گفت باید یادم مینداختی سخت نیست همین که بوی پاییز اومد یعنی سال تحصیلی شروع شده. بابت جز به آدم است که رسیدن به خود را کسر شن می داند. البته از ظاهری که مردم اسمش را خوشقیافگی گذاشتند هم خیلی نصیبش نشده. بابت به بچه ها می رسد و برای برنامه های تکمیلی به بزرگ سالان درس می دهد. توی اوقات فراغت هم عضو گروهی است که داوطلبانه برای نابینایان کتاب می خانند. بیشتر وقتها برای ترودل پیر کتاب میخواند پیرمردی که خانهاش ته شهر است به گمان من کتاب خواندن برای ترودل پیر بیشتر شبیه باتلاقی است که تویش گیر افتاده باشی. نه یک کار لذت بخش یا حتی راحت اغلب برایش مجله میخواند مجله های زرد و بیخودی پیرمرد هر هفته سهمی از کتاب ها و داستان های معمایی سرگرم کننده میخواهد خب باشد سهمش پیش بابت محفوظ بابت هر کاری می کند و هر جور که هست حس من نسبت به او احساس آدمی است که پاداش شایستگیش را به دست آورده همسری که سزاوارش بوده من زنی را به دست آوردم که عاشق روشنایی نور روز و زندگی است عاشق زندگی شلوغ خانوادگی نگاهش میکنم و از نظمی که توی زندگیم برقرار کرده لذت می برم. از هماهنگی بین اعضای زندگیم سرخوشم. او شبیه همسران قبلیم هم نیست. زنانی که با جهان عینی و واقعی بیگانه بودند. آدمهای عصبی و خودخواهی که برای سازمانهای امنیتی کار میکردند. جاسوسهایی جاسوس هایی که هیچ وقت معلوم نبود واقعا کی هستند. بابت گفت نمیخواستم استیشنا رو ببینم. میخواستم آدما رو ببینم. زنا چطوری بودن؟ مطمئنم زنا دامن چارخونه پوشیده بودن. مردا کتای کمرتنگ. بیشتر آدمایی بودن که به پولداری عادت کردن. انگار زندگی پولداری از اول حقشون بوده. اتفاقا همین حق بهشون نشاط و سرزندگی داده. ولی اونقدر زیاد که دیگه تو زخ میزنه. بابت گفت همیشه تو زندگی مرفه تصور مرگ برام مشکله بی خیال پیچیدش نکن ما خودمونم استیشن داریم دیگه نداریم استیشن ما کوچیک و قرازه است تازه درش هم زنگ زده با مال پولدارا فرق میکنه یک دفعه وحشت زده گفت وایلدر کجاست عجیب نبود همیشه همینطور یک دفعه و وحشت زده دنبال وایلدر میگشت پسر کوچولویش بود. بعد یکی از بچه ها را صدا کرد که روی سه چرخه توی حیات بی حرکت نشسته بود. من و بابت بیشتر وقتها توی آشپزخانه حرف می زدیم. آشپزخانه و اتاق خواب منبع بزرگ ما برای گفتگو، تغذیه و قدرت است. بقیه خانه حکم انباری برای اسباب و اساسی است. مسائلی که از ازدواج های قبلی جامانده. هدایای بی ارزشی که انگار لبریز از حسرت و تاریکی هند. اساسیه انبار فقط یادآور شکست ها و خطاهایم نیست. انگار موضوع بزرگتر و عمومیتری را شامل می شوند. در حقیقت سنجاق شدن به تاریکی ها. روزهایی که درست نمیدانی به تو تعلق دارند یا نه. بابت والدر را آورد و گذاش روی پیشخانه آشپزخانه. دخترهایمان دنیس و استفی هم آمدند. وقت ناهار بود. با قیل و قال و سر و صدا پشت میز نشستیم. وایلدر هنوز روی پیشخان بود با یک عالمه بسته های مختلف دور برش. همه هم باز. از چیپس و پنیر بگیر تا خمیرهای رنگی بیزرر. پسرم هانریش هم آمد. ما را نگاه کرد. بعد از در پشتی رفت بیرون. بابت گفت میخواستم فقط ماست بخورم و دخترها نخودی خندیدند. دنیس گفت اگه خوراکی جور با جور بخره از آب وجدان میگیره چرا خریده؟ اگه بخوره از آب وجدان میگیره چرا خورده؟ اگه فاسد بشه بریزه دور از آب وجدان میگیره چرا هدر رفته؟ دنیس یازده سالش است. یازده ساله ای کل شق و یک دنده. هر وقت به عادتهای اصراف کارانه مادرش اعتراض می کرد یا حوصلش از دست رژیم های سر می رفت من از مادرش دفاع می کردم. می گفتم من راضیم و به نظرم آدمهایی که جسه بزرگ دارند آدم های قابل اعتمادتری هستند. البته تا یک حدی بزرگ. اما بابت از خودش راضی نبود. اغلب پیاده روی می کرد تا وزن کم کند یا لاقل ظریفتر شود. خیلی وقتا دویدنش را روی پله های استادیوم دبیرستان دیده بودم. وقتی از ظاهرش دفاع می کردم می گفت من آدمیم که از عیبها خوبی می سازم چون دوست دارم ازش در مقابل حقیقت دفاع کنم. اما حقیقت همیشه جایی کمین کرده باید حواسم باشد. نمیدانم. هرچه هست من خانوادم را دوست دارم. و البته دانشگاهی که درس میدهم و کما بیش آدم مهمی برایش محسوب می شدم. توی دانشگاه مدیر گروه ها ردای استادی می پوشند. یک جور ردای بیاستین که روی کتوشلوار می پوشیم. چیندار و باشکو. معمولا دستم را با اتوار از زیر چینهایش در میآورم تا ساعتم را نگاه کنم. ادایش را دوست دارم. اطوارهای اینطوری به زندگی هیجان می دهند. دانشوهای بیکار هم تماشایت می کنند. ما ساختمان مستقلی به اسم ساختمان هیتلر شناسی نداریم. در واقع گروه ما جزئی از مجموعه گروه فرهنگ و هنر است که به طور کلی همه را میگویند رشته های شناخت محیط های آمریکایی بیشتر استادهای دانشگاه مهاجرهای نیویورکی هستند که عاشق فیلم و جزئیات زندگی هند. همیشه خدا هم تلاش می کنند فرهنگ آمریکایی که از بنیان تحت تسلط اروپا بوده را کشف کنند یا برایش فرمول ریاضی بنویسند. بین همهشان که بیشتر شبیه توتعگرانی موزی هستند، موری با بقیه فرق دارد. قبلا ورزشی نویس بوده و حالا معلوم نیست قرار است دقیقا چه چیزی تدریس کند. موری استاد مهمان است. مردی با عینک گرد بدون سیبیل با ریش کمی روی چانه که انگار برای یده کار گذاشته هر وقت لازم شد جایی ازش استفاده کند. موری از همراهی و همکلامی با بقیه استادها بیزار است. به نظرش بقیه سواد و مهارت کافی ندارند. فکر می کند سینما را خیلی خوب میشناسد حتی کشفیاتی در مورد حرف های پنهانی کتاب های کمدی هم انجام داده. اما در این حال از آمدن به شهر کوچک ما خوشحال و راضی است. از اینکه دیگر درگیر شهرهای بزرگ نیست. درگیر گرما و هوای آلوده و ترافیک یا دربند تن. به نظرش گرما از همه جای شهرهای بزرگ مثل قابلمه بیرون میزند. در حال حاضر توی پانسیون کوچک و در اتاقانی زندگی می کند که عاشقش شده. پانسیون درست روبروی دیوانخانه شهر است. می گوید آدم های افسرده توی پانسیون عالیاند جوری با هم ارتباط برقرار کرده اند که انگار شخصیت های فیلم هند. موری با لباس های مخمل کبریتیش توی شهر بلک سمیت احساس خوشبختی می کند. ازدواج نکرده و خانواده ای ندارد. اما عاشق ذهن زن هاست. به نظرش ذهن زن شبیه جریان دقیق عبور گلوله ای از لوله تفنگ است. همان قدر مستقیم و همان قدر تمیز و بینقص. به نظرش لذت بخش ترین اتفاق دنیا حرف زدن با زنان روشن فکر است. موری عاشق مردهای ساده و زنهای پیچیده است. پرسیدم دقیقا چی درس میدی؟ اتفاقا میخواستم همینو بگم میخواستم بگم تو کار بزرگی کردی تو یه تاریخ تو دل تاریخ درست کردی خدایا رشته هیتلر شناسی اصلا به خاطر همین رشته دانشگاه اینقدر معروف شده تو هیتلر رو دوباره خلق کردی پرورشش دادی تمام افتخارش مال توه تو بر اساس یه شخصیت یه سیستم رو انداختی باید به خودت افتخار کنی راستش منم میخوام همین کارو بکنم انتخاب من شخصیت الویس پریسلی خواننده و هنرپیشه مرحوم آمریکاییه چیزی نگفتم چند روز بعد با هم به بزرگترین جاذبه گردشگری شهر رفتیم استبلی از همه جای آمریکا بیشتر ازش عکس گرفته بودند رفتیم و رفتار دیوانوار آدم هایی که فقط عکس می بدون آنکه استبل را ببینند نگاه کردیم. مردی توی دکش عکس و اسلاید همونجا را می فروخت. موری گفت ما چیزی رو می بینیم که بقیه دیدن. هزاران نفر قبل از ما و هزاران نفر بعد از ما. ما جزئی از یه درک مشترکیم با آدم های زیادی در طول تاریخ. همینجا و همین الان ولی کسایی که تون تون عکس میگیرن نه تنها حقیقت منظره رو نمیبینن بلکه از عکاسی عکس میگیرن نگاهش کردم به نظرم از حرف آخر خودش خیلی خوشش آمده بود نمیدانم چرا اما وقتی اوضاع خوب نیست مردم بیشتر غذا میخورند توی شهر ما همه پرخوری میکنند مردان و زنان چاقی که شلوارک های گشاد میپوشند و مدام برای خوردن خرید می کنند. هر جا هستی چاق ها با غذای توی دستشان هم هستند. انگار فقط پیرها مواظبند تا لاغر و سالم بمانند. از کنار استادیوم دبیرستان رد شدم. بابت روی پله ها بالا و پایین میکرد. مرا ندید. نشستم و تماشایش کردم. سخت ورزش میکرد. بابت همه کار می کند. می دود. وسایل خانه را تعمیر می کند. با وایلدر جدول حل می کند و حواسش به بچه ها هست. من چه کار می کنم؟ در کیسه زباله ها را گره می زنم و بعضی وقتها شنا می کنم. او با زوغ سفری را برنامه ریزی می کند که هرگز نمی رویم و من از سربالای دانشگاه بالا می رویم و سنگ فرش مات خیابان ها را نگاه می کنم. از خودم می پرسم کدام من زودتر میمیریم؟ هر وقت میپرسم، سکوتی طولانی بینمان برقرار برقرار میشود. انگار عقاید داروین را برعکس کرده باشی، موجودی که قرار است بماند پر از اندوه میشود، نان که قرار است بمیرد. شب، غذای چینی سفارش دادیم و هر شش نفر پای تلویزیون نشستیم. قانون بابت بود. فکر میکرد، اگر بچه ها با اجبار و زور کنار پدر و مادر تلویزیون تماشا کنند، از تلویزیون بیزار میشوند. آن وقت لایه اعتیادآور تلویزیون که با قدرت مغزت را می خورد، تأثیرش کم می شود. در واقع بابت برای من یک جور تنبیه در نظر گرفته بود. دنیس هر بار که صحنه شرماوری می دید یا گمان میکرد، الان اتفاق می افتد، از اتاق بیرون میرفت. تا استفی نمی گفت تصویر مورد نظر رفته تو نمی آمد. این بچه استعداد عجیبی در خجالت کشیدن دارد. جمعه ها تا آخر شب درباره هیتلر مطالعه می کردم. یکی از همین شبها به بابت گفتم رئیس دانشگاه گفت اسمم رو عوض کنم. گفت اگه می خوام مرا به عنوان بنیانگذار هیتلر شناسی جدی بگیرن باید اسمی داشته باشم. مثل ای جی گولدنی. شبیه یه جور برچسب روی کتی قرضی. حتی گفت قدری وزن اضافه کنم تا بیشتر به چشم بیام. به هر حال هیتلر به من انگیزه داد تا هجیمتر بشم. اما قسم خوردم عینک بزرگ با قاب مشکی فکر خودم بوده. بابت گفت از اسم ساختگی هم خوشش میآید. به نظرش متظاهر و علکی هم نبود. اما خودم فکر می کنم من یه دروغگو هم که دنبال اسمی جعلی راه افتادم. یک عیب دیگر هم دارم. من از سرعت زمان می ترسم. برای همین گاهی از چیزهایی بی هدف لذت میبرم تا حواسم را پرت کنم. حتی اگر خواندن طالع بینی سر صبحانه باشد. شب یک هو از خواب پریدم. انگار خیلی آرام توی تاریکی شیرجه زده باشم با خودم فکر کردم. مرگ چه شکلی است؟ نکند شبیه شیرجه بلندی توی تاریکی باشد. صبح توی فروشگاه موری را دیدم. همان همکار دانشگاهی. خریدهای موری پاکتهای سفید بدون برچسب بود. گفت سادگی پاکتها برایش جذاب بوده. پاکتهای زرق و برقدار تبلیغاتی وادار کردن مشتری برای خرید است. موری بابت را نگاه کرد. مسائل چرخ دستی را بررسی کرد. گفتم پس تو اتاق پانسیونت آشپزی هم می آره، اجاق گاز دارم، غذا میپزم و تلویزیون تماشا میکنم دانشجوها دانشجوام هم خوبن، خیلی فعالن، واقعا غافلگیر شدم. موری هر چیزی که بر می داشت یا بر نمی داشت بو می کرد. حتی قوطی قرص های مسکن را. به من گفت زنت بی نزیره. گفتم آره میدونم همچین زنای گیر نمیاد خب یه بار گفتی شرط میبندم اگه اتفاقی تو فامیل بیفته حواسش به همه چی هست مطمئن و قابل اعتماد گفتم وقتی مادرش مرد داغون شد مادر دیگه فرق میکنه کی داغون نمیشه وقتی دخترم تو کارخونه چوب بری آسیب دید تا برسیم گریه می کرد. معلومه خب اتفاق ترسناکی بوده. خریدهای انبوه بر راقی برچه از پا و وسایلی که کنار هم گذاشته بودیم به ما حس سلامت و امنیت میداد. در مقابل آدمهایی مثل موری هم بودند که کمتر می خواستند و کمتر خرید می کردند. موقع خداحافظی موری ما را به اتاقش دعوت کرد. گفت فقط برای دو نفر جا دارد. به موری نگاه کردم. انگار تمام تقلب ها و چیزهایی که برای جالب بودن یاد گرفته بود خصوصا برای زنها توی صورتش تبدیل شده بود به یک جور زیرکی و موزیگری. ما موری را رساندیم به اتاقش و خودمان با انبوه خوراکی هایی که خریده بودیم به خانه رفتیم. صبح پسرم هانریش را تا دم مدرسه رساندم. سرما خورده بود و موهایش روز به روز کمتر می شود. با خودم فکر می کنم. نکند مادرش موقع بارداری چیزی خورده که به بچه آسیب رسانده. یا وقتی بچه بوده، گورستان زباله های سمی نزدیکمان بوده، خودمان خبر نداشتیم. پسر چهارده سالم گوشگیر و عبوس است. گاهی هم حرف گوش کن. حرف شناوی زیادش عذابم میدهد بابت می‌ترسد یک روز برود مدرسه و همه را با مسلسل به رگوار بگیرد. هانریش گفت داره بارو میاد. گفتم رادیو گفته امشب بارون میاد. ولی الان بارو میاد. شیشه ماشین رو نگاه کن. بارو میاد یا نه؟ من فقط گفتم رادیو گفته امشب بارو میاد. چون رادیو گفته ما که کور نیستیم ثابت شده حواس ما بیشتر وقتا به همون اطلاعات غلط میده خیلی چیزایی که ما درک میکنیم اونی نیست که واقعا وجود داره یا اتفاق افتاده گفت الان بارون میاد یا نه دلم نمیخواد مجبورشم حتما جواب بدم اگه یکی تفنگ بذاره رو سره چی؟ کی بذاره؟ تو؟ هرکی بهت بگه حقیقت رو بگو؟ حقیقت؟ کی میدونه حقیقت دقیقا چیه؟ آدمی که حرکت زمین و زیر پاش حس نمیکنه؟ کسی که با سیارش تو کهکشان بلوه؟ فقط حقیقت بارون بابا الان و اینجا آره بارون میباره اما تو از کجا مطمئنی که حتما بارونه؟ مثلا اسید یا یه نوع ماده سمی نیست یا قبار اتمی چین؟ چون تو همین حالا جواب میخوای؟ پس حتما بارونه. یه چیزی از آسمون میریزه و ما خیس میشیم. پس بارونه. مادر هانریش توی دیر زندگی میکند. حرفهای خوبی پشتش نیست. مواد مخدر و برهنگی و شکنجه و های مشکوک. وقتی پسرم از ماشین پیاده شد و به طرف مدرسه رفت، عمدن کلاهش را برداشت. دوستش داشتم. رفتار عجیب و تحلیلگرش را دوست داشتم. سرکشی های کوچکش را دوست داشتم. بابت بیشتر وقتها برایش شیرینی که دوست داشت درست میکرد و خودش تا شب با کتاب ها و مجله هایش سرگرم بود. جدیدن هم با قاتل محکومی توی زندان به صورت مکاتبه ای شطرنج بازی میکرد. دور زدم به طرف دانشگاه. روزهای آخر تابستان تکرار نمی شوند. گرمای دلپذیر و در عین حال خونکی سهرنگیزش. هفته ای سه روز نازیسم پیشرفته درس می دهم. در واقع بررسی علاقه توده های مردم به استبداد فاشیسم با نظر به برگزاری جشن ها، رجه ها و یونیفرم های یک دست. نمایش فیلم هم جز به درس اصلی هم محسوب می شود. از همایش ها و رژه ها چهل دقیقه فیلم سرهم کردم. از سالن های پر از جمعیت و سخنرانی های پرشور هیتلر، از مردمی که هم را می دهند تا سلیب های شکسته و پرچم های کوچک توی دست. چه چیزی هزاران نفر را پای سخنرانی های هیتلر جمع می کرد؟ مرک؟ فقط مرگ قادر است چون این شوری ایجاد کند. مردم دور هم جمع می شدند تا خودشان را در برابر مرگ محافظت کنند. جمعیتی که از خودش حسار می ساخت. تنهایی وهم مرگ می آورد و توی جمعیت بودن احساس امنیت می اغلب آخر هر کلاس بحث به توطعه مرگ هیتلر می کشد و من به سرهایی که توی هم پچ پچ میکنن میگویم هر توتعی هدفش مرگه ذات هر توتعی مرگه چه توتعی سیاسی باشه چه تروریستی چه عاشقانه باشه چه داستانی توتعه های کودکانه هم به مرگ نظر دارن حتی اگه مرگی اتفاق نیفته بعد از خودم میپرسم درست گفتم؟ اصلا من یه حرفهایی که زدم چی بود؟ بابت هفته دو بار به کلیسا می رود. توی زیرزمین کلیسا به آدم های مسن یاد می دهد چطور درست بیستند یا راه بروند. یک جور اصلاح ساختاری برای راه رفتن و نشستن. گاهی از خودم می پرسم پیرا چه اصراری دارن خوب راه برن؟ شاید گمان می کنن اصلاح سبک نشستن و برخواستن اونها رو در برابر مرگ محافظت می کنه. اغلب به کلیسا میروم تا با هم به خانه برگردیم. موقع برگشتن زیر گل همیشه بهار قدم میزنیم. من و بابت همه چیز را به هم می گوییم. من هرچه تا به حال برایم اتفاق افتاده، همسرانی که داشتم، اشتباهاتی که مرتکب شده ام را برایش تعریف کردم. وقتی ازدواج متعددی داری، حرفهای زیادی هم برای گفتن هست، ادعایم برای بی پرده بودن علکی نیست. من همیشه حقیقت را می گویم. عشق چیز عجیبی است. باعث می شود با اعتماد خودت را در اختیار دیگری قرار بدهی. من و بابت برای هم و به خاطر هم زندگی من را تغییر دادیم. شب تا دیر وقت راجع به پدر و مادرها، بچه ها و عشقهای قدیمی حرف می زنیم. بین حرفهایمان چیزی را از دست نمی دهیم حتی یادآوری دوستی در کودکی که شپش داشته لابلای حرف زدن دنبال مجله قدیمی برای خواندن می گردم اما آلبوم عکسهای قدیمی را پیدا میکنم بیشتر عکس ها توی تابستان گرفته شده همه در برابر آفتاب چشم تنگ کردند یا دستشان سایبان چشم هاست انگار نور تابستانهای قدیم درخشانتر و تندتر بوده. آلبوم عکس را پایین میآورم و از بابت میپرسم کدوم منزود تر می میریم؟ من زبان آلمانی بلد نیستم. بله، هیتلر شناسی درس می دهم و یکی از مهمترین هیتلر شناسای آمریکای شمالی هستم اما زبان آلمانی هم خوب نیست. حتی دانشجوهای هیتلر شناسی هم دست و پا شکسته آلمانی بلدند. آبروریزی بزرگی است. چند باری برای یادگیری خیز برداشته بودم اما قدم جدی نه. هر بار حقیقت مرگبار زبان سخت و خشن آلمانی نگه هم داشته بود. اما چه بسا چیزهایی که ازشون فرار میکنیم باعث خوشبختی من شوند. من جایگاه بلندی داشتم ردای استادی تن می کردم و مقالاتم توی مجله های مهم چاپ می شد. باید برای نقطه ضعفم کاری می کردم. بالاخره با معلم ناشناسی که ربطی به دانشگاه نداشت تماس گرفتم. مرد پنجاه و خورده ای سال سن داشت و لنگان لنگان راه می رفت. ظاهرا قبلا دکتر مفاصل بوده ازش نپرسیدم حالا چه می کند و آلمانی را کجا یاد گرفته. او هم فورا آموزش را شروع کرد. شوکه شدم. مرد درست روبرویم نشست. توی دهانم را نگاه کرد و اسوات و کلمات آلمانی را چنان ادا کرد که انگار هیولای درونش بیدار شده. خودم را جمع کردم. تشر زد که بیشتر دقت کنم و بعد او تکرار کنم. من هم اطاعت کردم. اتاق معلم آلمانی توی پانسیون موری بود. بعد کلاس سراغ موری رفتم و با هم زدیم بیرون. موری گفت چرا سعی می کنم آلمانی یاد بگیرم؟ گفتم مجبورم. سال بعد سخنرانی دارم. در واقع قرار است توی دانشگاه ما همایش هیتلر شناسی برگزار شود. من هم میزبان بقیه اساتیدم. با موری رفتیم خانه. دنیس کیسه زباله خیس را توی دستگاه زباله خورد کنی می گذاشت. دستگاه با سر و صدا کارش را شروع کرد. بچه ها به آشپزخانه می آمدند و می رفتند. موری مجذوب سر و صداهای خانه شده بود. صدای بچه ها و ناله های فلزی دستگاه. بطری هایی که می ترکید. هانریش پشت تلفن به دوستش می گفت همه ی حیوان ها با مهارمشان تولید مثل می کنند. بابت هم تمخیص و عرق کرده از ورزش برگشت تا رسید با چشم دنبال پسر کوچکش وایلدر گشت استفی گفت رادیو گفته باید آب و بجوشونیم بابت گفت حرف جدیدی نیست ما همیشه آبو می جوشونیم مثل اینکه که بگن موقع ترمز کردن پا رو از رو گاز برداریم به دهان باز موری از دیدن خانواده شلو نگاه کردم پنجشنبه مدرسه را تعطیل کردند. بچه ها توی مدرسه سردرد گرفته بودند و دهانشان مزه فلز میداد. حتی یکی از معلمها بیهوش شده بود. کسی دلیلش را نمیدانست. بعد از بررسی گفتند احتمالا دلیلش سیستم تهویه بوده یا اشعه کامپیوترها. شاید هم غذای مدرسه یا سیم برق، جعبه های چسب، کلور استخر یا هر چیز دیگری. بچه ها تمام هفته توی خانه ماندند. مردانی با لباس نایلونی یک دست، ماسک و دستکش زرد مشغول بررسی مدرسه با مادون قرمز بودند. اما نتیجه بررسی ها همچنان گنگ بود. من و دخترها و وایلدر و بابت از تعطیلی استفاده کردیم، رفتیم فروشگاه. دوباره موری را دیدیم، آنقدر که توی فروشگاه دیده بودمش توی دانشگاه به هم بر نخورده بودیم. تا ما را دید گفت حتما شام برویم خانهاش و بعد توی راهروی خنک فروشگاه چرخ زدیم. وقتی موری مشغول حرف زدن با بابت بود از استفی پرسیدم از دنیس معذرت خواستی؟ دنیس خواهر بزرگته دوست داره در ضمن کتاب مرجع داروها رو بهش بده همش همون یه کتابو میخونه عجیب نیست بالاخره یه چیزی میخونه آره ولی بیشتر قسمت گیاهای مواد مخدریشو میخونه چرا چون میخواد عوارضشونو بدونه چرا شو من نمیدونم از خودش بپرس از بابت میپرسم باشه از بابت بپرس بابت با موری حرف میزد میگفت استفی سه هفته است کلاه آفتابگیر سرش میذاره حتی تو خونه حتی موقع دستشویی رفتن انگار بهش امنیت میده موری گفت خواب دنیای خودشه و بعد دستمال توالتی که خریده بود رو بو کرد بعد شنیدم راجع به نگاه تبتی ها به مرگ حرف میزدند موری گفت به نظر تبتی ها مرگ پایان وابستگی به دنیاست اگه مرگ و قبول کنیم خیلی راحت به طرفش میریم و بعد به آرامش میرسیم ما نباید آویزون زندگی شیم ما اینجا تو زندگی شلوغ تو سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای بین خوراکی های مختلف و غذاهای آماده وضوح مرگ رو نمیبینیم مرگ تو هواست و ما نمیبینیمش اما تو شهرهای کوچیک که خونه های روشن هست با گلدونای دم پنجره آدم بهتر متوجه مرگ میشه. آدما تو شلوغی مرگ و گم میکنن. یکو بابت گفت: والدر کجاست؟ جوری نگاه هم کرد که انگار خیلی وقت والدر رو ندیدیم. همه دنبالش گشتیم تا اینکه توی چرخ دستی زنی پیدایش کردیم. زن همسایه بود. زن همسایه دختر نوجوانی داشت با یک بچه آسیایی به اسم چندوک. هیچ وقت نمی گفت چاندوک دختر است یا پسر یا بچه از کجا آمده. فقط با حس مالکانه ای می گفت چاندوک. از فروشگاه بیرون آمدیم. استفی دستم را گرفته بود. دست کوچکش احساس مالکیت را از من گرفته بود. در عوض حسی از حمایتگری به هم بخشیده بود. حمایتی که او به من میداد، نه من به او. موری یک بار دیگر ما را به خانهش دعوت کرد. گفت اگر نخواستیم برویم خبر بدهیم. اصلا خبر ندهیم همین که نرفتیم یعنی نشده که برویم و او هم برای خودش غذا درست کرده. با هم گفتیم قبول؟ ازش پرسیدم ترم بعدی برمیگردی دانشگاه؟ آره بهم به یه واحد تصادف ماشین تو سینما دادم. توی خروجی فروشگاه لابلای مردم زبان و لحجه های زیادی شنیدم. هر روز زبان های بیشتری می شنیدم که یا نمی یا نشنیده بودم. اما ظاهر مردم همان مردم بود. جوان ها با همان قطع بلند آمریکایی و زنان فروشنده با لباس های آبی و کتانی های سفید آمریکایی. گاهی با خودم فکر می بین شهریه بالای دانشگاه و رفتار دانشجوها رابطه مستقیمی هست. جور نشستشان روی مبلهای قرمز کتابخانه یا راه رفتن و ایستادنشان. گاهی فکر می کنم، خواب می بینم و آنچه از دانشگاه پیش رویم است واقعیت ندارد. اما دارد. رفتار دانشجوها یک جور زبان اقتصادی است. زبانی متعلق به طبقات مختلف جامعه. طبقه هر جا که باشد زبان خودش را دارد و مثل خودش حرف می زند. صدای دنیس از فکر و خیال بیرونم آورد. باز هم توی آشپزخانه بودیم. داد زد که مادرش آدامسهای توی دستش را باز نکند. صورت یازده سالش پر از عصبانیت بود. بابت پرسید چرا؟ چون آزمایشگاه گفته سرطانی ولی قبلا نبودن. چون قبلا معلوم نشده بود سرطانیان حالا روش اختار نوشتن دنیس همزمان نشانی و شماره تلفن دوستانش را توی دفترچه می نوشت البته نشانی که نبود همه شماره داشتند با خودم گفتم عجب تنها کد شناسایی انسان امروز شماره ای هفت رقمی است و دیگر هیچ استفی در حال تلفن زدن به بابت گفت اصلا آدامس نخور چه با اخدار چه بی اخدار بابت نگاه هم کرد یعنی چطور هم به تلفن گوش می کند هم به ما گفتم لابد ما جالب تریم بابت گفت خب اگه آدامس نخورم سیگار می کشم یکیشو انتخاب کنید یا آدامس یا سیگار استفی گفت چرا یا سیگار یا آدامس چرا هیچ کدوم نه والدر را از روی پیشخان برداشتم و ما چه گنده ای کردم. دوباره گذاشتمش روی پیشخان. بعد رفتم بالا پیش هانریش. هانریش با دوست زندانیش توی نامه شطرنج بازی میکرد. کرد. عوضا چطوره؟ علی تو از یارو چی میدونی؟ دونی؟ کیو کشته؟ چرا کشته؟ خیلی وقت باش بازی میکنی. باید بدونی دیگه. سفید سیاه، پیر، جوونه. گفت بد جوری تو زندگیش تحت فشار بوده خب خیلی خیلی تحت فشار بوده خب میزنه بیرون یکی دو نفر رو با اسلحه میکشه چند نفر رو میکشه دقیقا پنج نفر البته با پلیس میشه شیش نفر برای کسایی که کشته تو نوار حرف زده یعنی چی؟ یعنی از عزیزان کسایی که مردن طلب بخشش کرده عزیزان؟ قربانی رو نمیشناخته همش بیست و هفت سالش بوده طلاق گرفته، بیکار، بدون امید و فرصتی برای آینده گاهی یه صدایی میشنیده انگار یکی از تو تلویزیون بهش میگفته برو خودتو جاودانه کن کاری کن اسمت تا ابد بمونه میره بیرون تا اسمشو جاودانه کنه ولی فقط چند تا آدم معمولی رو میکشه. اگه آدم مشهوری رو میکشت واقعا جاودانه میشد. الان دیگه میدونه اسمش تو تاریخ ثبت نمیشه. اسم خیلی یا ثبت نمیشه. اسم منم ثبت نمیشه. اما تو اسم هیتلر رو داری. اسم هیتلر که ثبت شده. گفتم اون وقت تو به دوست زندانی چی میگی؟ میگم موام داره میریزه. مادرت میدونه با کی شطرنج بازی میکنی؟ میدونستم آخرش همین سوالو میپرسی. از مادرت چه خبر؟ گفت تا به سون برم دیر پیشش. دوست داری بری؟ کی میدونه دوست داره چی کار کنه یا نکنه؟ دوست داشتن یا نداشتن یه جور واکنش شیمیایی توی مغزه. همین. یه اتفاقی تو نیم کره مغزت میفته یهو دوست داری بری جایی یا نری حالا من از کجا بدونم چیزی که اتفاق افتاده واکنش توی مغزم بوده یا چیزی که واقعا خودم دوست دارم شاید همون دلیلی که باعث شد تامی آدما رو بکشه همین باشه چیزی از توی مغزش بهش دستور داده که خودش نبوده بوی توست سوخته توی خانه پیچید حتما کار استفی بوده عاشق سوزاندن نان توست بود از بوی سوختنش لذت می برد رو, شامم رو پوشیدم و رفتم پایین هر وقت قصد دارم یکی از بچه ها را دعوا کنم رو دو رو می پوشم. اما همزمان سنم را به خودم یادآوری می کردم پنجاه و یک سال همیشه از عدد فرد می ترسیدم. عدد فرد یک جور تعنه در خودش دارد تعنه مرگ حتی دیشب که عرق کرده و سراسیمه از خواب بیدار شده بودم، ساعت سه و پنجاه و یک دقیقه بود. همیشه فکر می کنم عدد مرگ فرد است. تا استفی را دیدم، گفت، توست میخوای؟ نه، من پنجاه و یک سالم شده. سنی نیست؟ قبلا آره، اما الان نه. مامانم چند سالشه؟ وقتی ازدواج کردیم بیست سالش بود. از بابت جوانتره؟ همسنان هنوز توی سی ای این کار میکنه؟ آره، اما مأمور قراردادیه با جاسوس فرق میکنه. کارش شبیه اضافه کاریه. دقیقا چی کار میکنه؟ با یه چمدون پول میره این ورانور. همین، منم بردم که. بعضی وقت هم کتاب میفرستن روش نقد می نویسه. بابت گفت من می شناسمش. اسمش چی بود؟ گفتم دانا بریدلاف. تلفن تبلیغاتی زنگ زد و استفی مشغول تلفن شد. به بابت گفتم همیشه دوست داره توتعه کنه. کی؟ مادر استفی؟ چه جور ای؟ خانوادگی، هرچی؟ استفی تلفن رو گذاشت و گفت پنجاه با پنجاه و یک چه فرقی داره؟ هیچی، فقط یکی زوج یکی فرد همان شب رفتیم خانه موری خانه کوچک بود و ما قهوهمان را روی تخت خوردیم بعد از دیوان خانه ساکت جلوی خانه اش حرف زدیم و اینکه ورزشی نویس بوده اما آخر سر چیزی گفت که برایم جالب بود مخصوصا بعد از گفتگوهای مفصل صبح با بچه ها. گفت شناختن بچه های کوچیک و دوست دارم. بچه ها جامعه رو می سازن. من حتی به دانشجوها هم میگم شماها برای ساختن جامعه پیر شدید. همین حالام هم ذره ذره از هسته اصلی جامعه دور شدید. شما به عنوان یک گروه برای شناسایی انبوه سازا و تبلیغات پیرین بچه ها برای گرداننده های جهان موضوعی جهانی هن. اما شما کم کم با محصولاتی که مصرف میکنید بیگانه میشید. همین که از دانشگاه میرید بیرون تبدیل به آدمای تنها و مصرف کننده میشید. نه موضوعی برای کشف و ساختن ابزار و محصولات جدید. بعد تو چشم تک تکشون نگاه میکنم و میگم زمان به شکل ترسناکی درگذره. بابت گفت از سه تا بچه هاش یوجین با پدرش زندگی میکنه یه جایی تو دل جنگل بدون تلویزیون بزرگ میشه منم گفتم احتمالا فردا تنها آدمیه که میشه باش حرف زد موری گفت تلویزیون وقتی بده که یادت بره چجوری ازش استفاده کنی نسل قبلی جلوی پدر و مادر ها وایسادن نسل حالا میخواد جلوی تلویزیون وایسه نه تو فقط باید مثل بچه ها تلویزیون نگاه کنی باید کت و پیام ها رو از هم جدا کنی به نظر من تلویزیون تو زندگی هر آمریکایی نقش اساسی داره تلویزیون مثل تولد یه استوره است شخصیتی که همه چی رو به خودش ارجا میده از ذات خودش متولد شده به کسی یا چیزی وابسته نیست خودش نفس مستقلی داره مثل یه جور تجربه معنوی و عرفانی و رؤیاگونه فقط باید یاد بگیری چطوری داده های ذهنی تلویزیون رو شناسایی کنی تلویزیون یعنی نور و صدا و رنگ دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ ما اگه مثل بچه ها معصومانه واکنش نشون بدیم و خسته و عصبانی نباشیم حله اما دانشجوام از زندگی پر از تلویزیونشون متنفرن موقع برگشت باران نم نم میبارید بابت گفت جدیدن خیلی چیزا یادم میره میدونم دنیس هم متوجه شده خیلی وقتا یادم میره میخواستم به کی تلفن کنم اسما، قیافه ها، آدما همه چی یادم میره یادم میره ماشین رو کجا پارک کردم شماره تلفن ها یادم میره گفتم مهم نیست فراموشکاری جزی از آب و هوا شده وارد خوراک و زندگیمون شده شاید به خاطر آدام سیه که میخورم با احتیاط پرسیدم غیر آدامس چی؟ یعنی چی؟ استفی گفت یه چیزی مصرف میکنی البته دنیس بهش گفته نه من چیزی مصرف نمیکنم چیزی که باعث فراموش کاریم شه نه میگی چیزی مصرف نمی کنی که باعث فراموش کاریت بشه یعنی ممکنه چیزی مصرف کنی که باعث فراموش کاریت نمیشه؟ گمونم زندگیم شده یا این یا اون یا آدامس بیشکر یا آدامس باشکر یا سیگار یا بدون سیگار یا چاق شدن یا دویدن ظاهرا زندگی خسته کننده داری و امیدوارم زندگی خسته کنندم تا ابد ادامه داشته باشه. همون موقع باد پاییزی برک ها را ریخت توی خیابان. قرار بود بعدش درختان اوریان شوند و پیرمرد های قوز کرده شنکش ها را بردارند تا برک های زرد را از چمن خانهشان پاک کنند. همان موقعی که بچه ها وحشت زده در خانه را بزنند تا شکلات هالوین بگیرند. هفته ای دوبار می رفتم کلاس آلمانی معلمم اصرار داشت روبرویش بنشینم و به حرکات چشم و زبان و صورتش نگاه کنم حرکاتی که صورتش را عجیب و غریب و به طرز ناراحت کننده ای شرم آور می کرد. قبل و بعد درس سعی می کردم سر حرف را باز کنم ببینم چرا پزشکی مفاصل را کنار گذاشته چیز خاصی نمی گفت من تنها شاگرد آلمانیش بودم انگار یاد گرفتن آلمانی زیاد مد نبود. مردم بیشتر سراغ زبان یونانی میرفتند. برای اینکه قایق سواری توی سواحل یونان مد بود. گفتم معلم ها زیاد نشدن؟ انگار برای هر آدمی یه معلم هست. هر کیو می شناسی هم معلمه هم دانش آموز. آخی یعنی چی؟ چیزی نگفت. گفتم چیز دیگه هم درس میدی؟ هواشناسی هواشناسی؟ هواشناسی رو از کجا یاد گرفتی؟ مرگ مادرم خیلی غمگینم کرد ایمانم و از دست داده بودم که یهو متوجه هواشناسی شدم رفتم دنبالش رو مطالعه کردم اونقدر کار کردم تا یادش گرفتم هواشناسی گم شده ی زندگیم بود به هم احساس امنیت و آرامش میداد. وادارم می کرد با بقیه حرف بزنم. امروز روز خوبیه، هوا بارونیه، آفتاب قشنگیه. هر آدمی وقتی صبح پا میشه اول از پنجره آسمون رو نگاه میکنه. هواشناسی خیلی مهمه. وقتی رفتم خانه، باب پادیس به صورت فرزی به توپ گلف ضربه میزد. باب پدر دنیس و همسر سابق بابته باب گفت از خیابونتون رد می شدم گفتم همه رو دعوت کنم به شام آخه سخنرانی مهم می دارم دنیس گفت باز شغل عوض کردی؟ شغل عوض کردن یعنی دنبال کار خوب بودن برای پول خوب منم شغل خوبی پیدا کردم چه کاری؟ یه کاری مربوط به حوادث بعد انفجار هسته ای بود و وزارت دفاع میده تمرین برای روزای مبادا مگه قرار جنگ شه؟ نه ولی اگه نریم شام بخوریم من از گرسنگی قبل جنگ میمیرم بابت دست به سینه نگاهش میکرد قرار شد باب بچه های بزرگ را ببرد رستوران من هم بابت را ببرم خانه آقای ترودل پیر تا برایش کتاب بخواند. وقتی به خانه آقای ترودل رسیدیم، بابت هنوز نرفته با نگرانی برگشت. گفت در خانهشان باز بوده، کسی هم توی خانه نبوده. ترودل با خواهرش زندگی می کرد که از خودش پیرتر بود. زود به کلانتری رفتیم و خبر دادیم. بعد رفتیم سراغ بچه ها. بچه ها شامشان را خورده بودند. باب را نگاه کردم. کلی تکنولوژی صرف سر و صورتش کرده بود تا بهتر به نظر برسد. آن هم برای سری که کارای زیادی نداشت. همه کار توی زندگیش کرده بود. از مستی و بیپولی و خیانت تا کتک. به بابت هم نگاه کردم. بابت با دلسوزی نگاهش میکرد، از جنس مهربانی های کوتاهی که فقط خود فرد درکش می کند. زور بابت زنگ زد. گفت هنری رفته لب رودخانه تا بیرون کشیدن اجساد پیر مرد و خواهرش را ببیند. اما بی خودی رفته بود. آنها زنده بودند. مردم پیدایشان کرده بودند. هر دو را وحشت زده پشت فروشگاهی بین را قاطی زباله پیدا کرده بودند. کسی نمیدانست دو روز تمام لای زباله ها با دست لرزان باقی غذای مردم را میخوردند چرا کمک نخواسته بودند لابد از دوری خانه و قربت محیطی وسیع ترسیده بودند خواهر و برادر پیر زیاد بیرون نمی رفتند. احتمالا نوه برادرشان هر دو را گذاشته بود کنار اتوبان بعد یادش رفته بود برشان دارند. آنها هم از آدمها و محیط وحشت کرده بودند. پلیس برای پیدا کردنشان از قیبگوی محلی کمک گرفته بود. قیبگو بعد از بو کردن لباس و دو روز تمام نشستن در خلوت گفته بود توی آب را نگردند. خشکی و روی زمین را نگاه کنند. گفته بود جایی ناهموار شبیه کره ماه را بگردند. پلیس هم دنبال نشانه ها رفته بود به کارخانه این متروک توی کارخانه مقدار زیادی مواد مخدر و یک کشته پیدا کرده بودند به قول روزنامه های محلی هر وقت پلیس دنبال چیزی بگردد به معمای دردناک آمریکایی دیگری میرسند آلمانی تمرین میکردم که دنیس آمد توی اتاق و پایین پایم نشست بدون اینکه نگاهم کند گفت بابه تو چی کار کنیم؟ همه چی یادش میره؟ نگران نباش به من گفت چیزی مصرف نمیکنه. ولی من یه قرص دیدم خوب. تو کتاب راهنمای داروها رو نگاه کردم اسمشو پیدا نکردم اما مطمئنم اعتیاد آوره باشه منم نگاه میکنم میگم من نگاه کردم باشه باشه متوجه هم. دنیس پشتش به من بود وقتی صورت کسی را نمیبینی یعنی توتعه یعنی کشیدن نقشه ای شون. یکو بلند شد و نگاهم کرد. یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟ نه. چرا اسم هانریش گذاشتی هانریش؟ دلیل خاصی نداشت. وقتی دنیا اومد تازه دانشکده هیتلر شناسی را افتاده بود. بعدشم فکر کردم شاید اسم محکم و قوی باشه. فکر میکنی اشتباه کردم اسم آلمانی گذاشتم؟ من نمیدونم. خودت باید بگی. آره، اسمای آلمانی یه جوری هم. یه جوری که انگار همهشون وصل میشن به هیتلر. دیشب تو تلویزیون هیتلر رو نشون داد. همیشه نشون میده. اصلا بدون هیتلر که تلویزیون معنا نداره. میدونی، هر کسی یه چیزی دوست داره. بعضی ها توفنگ، بعضی هم از رنگ لباس خاصی خوششون میاد. بعضی از آدمام یونیفرم دوست دارن. وقتی یونیفرم خاصی تنشونه احساس بزرگ بودن و قوی بودن میکنن. استفی آمد توی اتاق. کلاه آفتابگیرش سرش بود. کنار ما نشست و ستایی لغتنامه آلمانی را برق میزدیم که یک هو هانریش پرید تو. بیاین، زود باشین، فیلم سقوط هواپیما رو نشون میده. همه رفتند و من ماندم با قبار ذرات ملکولی وجودشان. گیج و منگ بلند شدم و منم از اتاق بیرون رفتم. وقتی رسیدم، تلویزیون صحنه سقوط هواپیما را دوباره نشان میداد. سقوط یک جت جنگی نیوزلندی. آن شب طبق برنامه غذای چینی در دست جلوی تلویزیون نشستیم. همه با هم سیل دیدیم، زلزله دیدیم، رانش زمین، آتش فشان. همه با اشتیاق به بلاهای کشنده و ویرانگر نگاه می کردیم. کسی اخم نکرده بود. حوصله کسی سر نرفته بود. همه با شوق تصاویر مستند فاجعه ها را نگاه می کردیم. ما در سکوت فجایع را نگاه می کردیم و هر لحظه فاجعه بزرگتری می خواستیم. بزرگتر و با فردا وقتی موری را توی دانشگاه دیدم وقت نهار بود. کنار آلفونس نشسته بود. آلفونس استاد باهوش و زیرکی بود. چهار زبان می دانست. همان مدل ریشی را داشت که من یک وقتی دوست داشتم و البته همسران قبلی دلشان نمیخواست. آدم جالبی بود. اعتقاد داشت آدمها حوصله ندارند قرها و مشکلاتت را بشنوند مگر اینکه بلد باشی جوری راجع به مشکلاتت حرف بزنی که آدمها را سرگرم کنی باید مشکلاتت جذاب باشد موری نظر رئیس دانشگاه را برای رشته الویس پریسلی شناسی جلب نکرده بود. برای همین پکر بود. از آلفونس پرسیدم چرا ما دوست داریم فجایع را نگاه کنیم و هر چقدر ببینیم باز دوست داریم فجایع بیشتری ببینیم؟ واضحه و البته طبیعی چون ذهن ما پژمرده شده. چون ما دوست داریم بین حجوم بیوقفه اطلاعات تنفس تازهی به ذهنمون بدیم. برای همین از دیدن فاجعه لذت میبریم. موری گفت ما بین تمام امواج و تشعشعات به فاجعه هم احتیاج داریم بین تمام آمار و ارقامی که ما رو دوره کرده اصلا بهش وابسته ایم انگار هر فاجعه دیگران رو مجازات میکنه چون حقشونه و البته به ما آسیب نمیزنه مثلا اگه کالیفرنیا طوفان بیاد ما لم میدیم و نگاه میکنیم خیلی از جاهای دیگه دنیا هم همینطور مثلا دیدن فجایع ژاپن یا هند یعنی دیدن فجایع اتفاق جهانیه؟ آلفونس گفت برای بیشتر مردم دنیا دو تا جا وجود داره جایی که زندگی می کنن و جایی که تلویزیون نشون میده. خلاصه هر اتفاقی قرار بیفته برای اونایی که تو تلویزیون میافته. البته ما از چیزی که تو تلویزیون می بینیم ناراحتیم اما لذتم می بریم. موری گفت چون مثل بچه ها تلویزیون نگاه نمیکنیم کنیم. بچه ها از تبلیغ خوراکی تو تلویزیون بیشتر لذت میبرند تا دیدن آتی سوزی جنگل. ما باید همینطوری تلویزیون نگاه کنیم تا مغزمون پژمرده نشه. بابت موقع خواب گفت می بینی چقدر بچه دورو برمونو گرفته؟ تازه یکی دیگه هم قرار بیاد. کی؟ بی. بی قرار بیاد. بی دخترم بود. با مادرش که جاسوس کار کشدهی بود زندگی می کرد و البته همسر مادرش که او هم معمور بود. یک سالی توی کره جنوبی زندگی کرده بودند. دختر دوازده ساله هم دوستان چینی و کره زیادی داشت. می گفت زندگی توی لس آنجلس برایش سخت شده. از طرفی دنیس ازمش را جزم کرده بود تا دارویی که مادرش مصرف می کرد را شناسایی کند. تصور اعتیاد مادرش بچه را آشفته و سردرگم کرده بود. اما هنوز چیزی مرا نگران نکرده بود. وقتی سوار ماشینم آرام به سمت فرودگاه می رفتم، به شهر کوچک من فکر کردم. اهالی شهرهای کوچک همیشه نسبت به شهرهای بزرگ بدگمان و زنین هستند. شاید به نظرشان مرکز شر و وقت گذرانی باشند. اما شهر ما فرق می کرد. نزدیک ما شهر بزرگی نبود تا برایش رجز بخوانند و بدگمانی کنند. ما سر راه فساد شهرهای بزرگ نبودیم. فقط توی تلویزیون به نقاط شر دنیای اطرافمان وصل می شدیم. خانه من هم پایین تپهی آرام بود به دور از هر قیل و قال سیاسی. توی فرودگاه منتظر بی بودم که مادرش تویدی از توی سالن بیرون آمد. تویدی گفت بی پیش پدرشه با پرواز بعدی میاد. پدرش منم تویدی. میدونم منظورم مالکم همسرم بود. باشه شوهر تو اما بابای بی نیست. تویدی گفت وای بدم کن. مالکم دیوونه شده به هم ریخته دیگه مخفی کاریاش از حد گذشته. الانم احتمالا مشغول زنده کردن دوباره کمونیست برای از بین بردن کاسروه وای خدایا من چرا خوشبخت نیستم چرا خوشبخت نیستی؟ فکر می کردم تو همیشه عاشقمی مثل یه جور پسنداز اما ناامیدم کردی مالکم همش تو سفره من بیشتر وقتا تنهام از کاراش سر در نمیارم یک سر تو جنگل و پنهان شده مالکم پنهانکاری میکنه؟ مالکم هم مثل تو جاسوسه، پنهانکاریش خیلی طبیعیه. وقتی عملیات سری شروع میکنه، انگار نه انگار اصلا وجود داشته. رد و نشونه ای ازش نیست. انگار مرده. نمیدونم واقعا با کی ازدواج کردم. اصلا کیه؟ کدوم نیمش حقیقت داره؟ مردی که معمور سریه یا مردی که باش ازدواج کردم و اسمش مالکومه؟ روز خاکستری بود و فرودگاه تو قبار گم شده بود. نیم ساعت قبل از نشستن پرواز بی، هواپیمای دیگری نشست. ظاهرا هواپیما از سقوط جان سالم به در برده بود. مسافرها گیج و منگ به زمین زیر پایشان نگاه می کردند. همه در سکوت چمدانهایشان را روی زمین می کشیدند و جلو می آمدند. با اصرار مردی را نگه داشتم. پرسیدم، بالا چه خبر بود؟ مرد مثل مرده ای که از گور در آمده باشد گفت هر سه تا موتورای هواپیما از کار افتاده بود ارتفاع هواپیما خیلی کم شده بود خلبان اعلام کرد در آسانه سقوطیم گفت تا سه دقیقه دیگه سقوط میکنیم مهماندارم گفت چیزای تیز رو از جیبمون در بیاریم و همه به حالت جنینی بخوابیم گفت ما در حال سقوط اضطراری هستیم مثل اینکه بین سقوط و سقوط اضطراری فرقی هست توی سقوط اضطراری فرصتی برای درک سقوط هست و ما فرصت داشتیم وقتی تو خودمون مچاله شدیم و غیر سیاهی مرگ چیزی نمیدیدیم دوباره موتورای هواپیما کار افتادن به همین سادگی کسی نمیدونست چی بگه زنده موندن دیگه یه حس نبود ترکیب حسای زیادی بود مسافرای هواپیما جمع شده بودند تا به روایت خودشون از دهان یکی دیگر گوش بدن همه منگ و آشفته تا اینکه کم کم پراکنده شدند و رفتند همان موقع بی رسید دختر ظریف و سفید من رسید وقتی پرید تو بغلم بوی موتور هواپیما میداد بی گفت پس خبرنگارا کجان؟ تلویزیون؟ مثلا هواپیماشون از مرگ برگشته بودا؟ گفتم آیرون سیتی خبرنگار و رسانه جنجالی نداره چه حیف بیچاره ها این همه درد کشیدن و آخرش هیچی مادرش گفت به نظر من هر بچه ای باید فرصت داشته باشه تنها سفر کنه کیلومترها تنها و دور حضور بی در خانه زندگی من را شبیه چراغ جراحی روشن و دقیق کرده بود. انگار خودمان را بهتر می دیدیم. حضورش بی برنامگی و شلختگی زندگی را بهمان یادآوری کرد. هرچه دنیس با کنجکابی هایش در مورد مادر سعی داشت ما را آگاه کند، بی با سکوتش وجدان ما را بررسی می کرد. اصلا انگار مسافری بود که همه ی دردها و رنجها را جمع می کرد و با خودش می برد. رفتارش برایم قابل ستایش بود. انگار دختر من نبود. مثل بچه ی دوست نزدیکی بود. از دور تحسینش می کردم. به من گفت برای مامان نگرانم. مالکوم با جنگل خو گرفته. زیر درخت می و بومیا رو تماشا می کنه. اما مامان چی؟ انگار چیزی برای تماشا نداره. مامانت نمیدونه شوهرش کیه بی برای همین گیجه. مامان نمیدونه خودش کیه. مشکلش اینه. بی چند روزی پیش ما بود و کریسمس من را رنگی کرد. وقتی بی را به فرودگاه می بردم تا برگردد، رادیو با هیجان از آتش نشانهایی می گفت که مبل خانه آتش گرفته ای را نجات داده بودند. بی به من نگاه می کرد. توی نگاهش عشق یا ترحم نبود. یک چیزی بود شبیه نگاه ظالمانه یک نوجوان به پدرش. وقتی سوار هواپیما شد برگشتم. اما به جای خانه راهم را کچ کردم به سمت قبرستان شهر. دستکشم را درآوردم و بین سنگ قبرهای کوچک راه رفتم. دستم را به مرمرهای سفید و سخت میکشیدم. هوا سرد بود و صدای جاده از جای دوری می آمد. چه گورستان آرامی؟ سعی کردم اسم بعضی از قبرها را بخوانم. گورستان جای عجیبی است. جایی که گمان می کنی مرده تو را نگاه می کنند. اما شاید خوابیده در دل زمین رؤیاهای ما را میبینند. مرد خواهر آقای ترودل پیر مرد. شاید از رنج گم شدن و گیجی مرد. مردی در تصادف مرد. فرماندار مرد. در توکیو استاد دانشگاه بزرگی مرد. هر وقت آگهی های ترهیم را می خوانم، فوراً سن مرده ها را نگاه می کنم. بعد با سن خودم مقایسه می کنم. چند سال مانده تا مرگ من؟ دو سال، چهار سال، ده سال. گاهی با خودم سر سن مردنم چانه می زنم. شاید شست و پنج سالگی بد نباشد. چنگیز شست و پنج سالگی مرد و آتیلا جوان مرگ شد. یعنی آنها هم به مرگ فکر می کردند؟ ما برترین موجودات روی زمین شکست خورده زمان و مرگیم. ما مغلوبیم چون میدانیم دانیم می میریم. اما بقیه موجودات نه. بابت نگاهش را از سیب زمینی های سرخ کرده گرفت و گفت زندگی خوبه جک. چرا همچین حرفی زدی؟ فکر کردم باید بگم. همیشه از خودم میپرسم کدام من زودتر میمیریم؟ بابت اصرار دارد زودتر بمیرد چون تحمل تنهایی را ندارد مخصوصا وقتی بچه ها بزرگ شده و رفته باشند یک جوری بحث میکند انگار حق انتخاب داریم میگویم من دوست دارم اول بمیرم چون بدون او احساس کاملی از خودم ندارم دلم نمیخواهد ناقص و نصفه زندگی کنم بیشتر وقتها راجع به مردنمان حرف میزنیم. بررسی می کنیم کدام بدون دیگری حفره بزرگتری دارد یا شکننده تر است یا حفره کداممان برای دیگری گودالی بزرگ و عمیق می شود. ما هر بار و هر بار بدون اینکه بحثمان خندهدار باشد سر مردن با هم حرف میزنیم و بحث می کنیم. اغلب وقتی بابت به کلیسا می رود تا به پیرها نشستن و راه رفتن یاد بدهد، مری می آید و با بچه ها حرف می زند. حرف ها و رفتار بچه ها را یادداشت می کند. عصر نزدیک آمدن بابت بود. قهوه جوش را برداشتم تا برایش قهوه دم کنم. چند بار تا دم پیشخان آشپزخانه رفتم و برگشتم. دور خودم چرخیدم تا آب را ریختم و بقیه کارها. هانریش نگاه هم می کرد. گفت کارم اصراف در حرکت است. من هم مثل بقیه مردم زیادی هین حرکت وقت هدر می دهم. گفت هر وقت بابت سالات درست می کند نگاهش می کند. حرکت های زیادی هدر می دهد. گفتم یکم اصراف این حرکت به جایی بر نمی خوره. نگران نباش. وقتی تکرار بشه نگران کننده است. گفتم، صرف جویی می کنی که کجا ازش استفاده کنی. پس انداز می کنم تا بیشتر باش زندگی کنم. بلند شدم. به خودم گفتم. من عمیقا دلم نمیخواد بمیرم. من دوست دارم تا ابد آسمان رو تماشا کنم. حتی اگه سکته مغزی کرده باشم یا کلیه هام خوب کار نکنه و با رفتم بالا. مری و بچه ها با هم حرف می زدند. بچه ها صدای تلویزیون را کم کرده بودند و با دقت به حرف های موری گوش می دادند. برایشان بیسکویت گذاشتم تا دوباره برگردم پایین که چشمم به تلویزیون افتاد. تلویزیون بعد از چند بار رفت و برگشت تصویر، تصویر سیاسفید مدار بسته را نشان داد. خوشکم زد. بقیه هم برگشتند و نگاه کردند. ماتمان برده بود. بابت بود توی زیرزمین کلیسا پیرها را نرمش میداد. فیلم صدا نداشت ولی خودش بود. یعنی خبر داشت یا اتفاقی کابل مداربسه تلویزیون روی تصویر افتاده بود. والدر کوچولو جلو رفت و شادمان روی تصویر مادرش دست گذاشت. تصویر که قطع شد، پسرک گریه کرد. انگار کسی که بر صفحه تلویزیون می‌دیدیم مرده بود دور و غیر قابل دسترس بابت اکترونی و فوتونی را می‌دیدیم که با نورش بر ما می‌تابید وقتی تصویر رفت دخترها دویدند جلوی در می‌خواستند به بابت بگویند او را توی تلویزیون دیدند با کتابخان همه جا برف آرام و زیبا روی زمین می‌نشست خیلی ها جلوی پارکینگ خانه هایشان را پارو می کردند. هانریش با لباس زمستانی و کلاه و دوربین از اتاق شیروانی بیرون را تماشا می کرد. بابت هم با پدرش تلفنی حرف می تلفن را که گذاشت گفتم هانریش چرا رفته تو اتاق زیر شیروانی؟ رادیو یه چیزایی در مورد انفجار تو ایستگاه قطار گفت. رفته ببینه. میرم بیارمش پایین لبه پشت بوم خطرناکه باشه فقط حواست به غرورش باشه رفتم بالا هانریش نشسته بود کف اتاق زیر شیروانی چی شده؟ مثل اینکه قطار از ریل خارج شده بعد دوربین را داد دستم نگاه کردم دود کاملا پیدا بود تودهی سیاه و معلق روی رودخانه گفتم ماشین های آتیش نشانی هم هستن؟ از ماشین آتش نشانی گذشته احتمالا توده سیاه سمی و قابل انفجاره چی باشه طرف ما نمیاد از کجا میدونی؟ میدونم الانم بیا پایین خطرناکه آمدیم پایین تعطیلات زمستانی کم کم تمام میشد و باید برمیگشتیم سر کلاس ها هانریش را فرستادم برف دم در را پارو کند. اما صاف ایستاده بود و به روبرویش خیره بود. دقت کردم. گوشش به آژیرهای نزدیک رودخانه بود. دوباره برگشت توی اتاق زیر شیروانی. من هم رفتم بالا و دوربین را گرفتم. توده سیاه همانجور سیاه و غلیز چرخ میخورد. هانریش گفت رادیو گفته یه جور ماده شیمیاییه. چه جور ماده شیمیایی؟ یه نوع ماده سمی. توی فیلمم دیدم. برای آدما خطر نداره. برای موشا خطرناکه. تو فیلم؟ رادیو چی گفت؟ اول گفت باعث حساسیت پوستی میشه و کف دستا عرق میکنه. حالا میگه باعث تهوع و نفس تنگی میشه. گفتم هرچی هست طرف ما نمیاد. از کجا میدونی؟ خب چون جهت باد اینوری نیست اگه جهت باد عوض شه چی؟ نمیشه تازه اتوبانم بستن ببندم همیشه اول اتوبانو میبندن بابت از پایین پله ها گفت همسایه ها میگن از واگونه هزار لیتر مایع سمی نشت کرده دخترای دم رودخونه هم کف دستشون عرق کرده. هانریش گفت رادیو حرفشو عوض کرد بهشون بگو بالا بیارن دوربین را دادم دست هانریش و آمدم پایین مشغول پرداخت قبض ها شدم استفی گفت باید از خونمون بریم؟ نه کی گفته؟ یادته مدرسه هم نرفتیم؟ فرق می کرد اتفاق توی مدرسه افتاده بود الان بیرونه به ما کاری نداره صدای هلیکوپتری آمد که از بالای سر ما رد می شد. و بعد صدای آژیر پلیس گفتم کی غذا میخوریم؟ استفی گفت اگه توده بزرگتر میاد اینجا نمیاد غذا کی غذا بخوریم؟ بابت گفت همسایه ها میگن یه توده هوا از کانادا میاد گفتم همیشه یه توده هوا از کانادا میاد آمریکا آره، البته اگه از شمال بیاد، توده یه سمی از کنارمون رد میشه میره. گفتم، کی قضا میخوریم؟ بابت رفت سراغ یخچال تا چیزی بردارد. آرام گفتم، نباید بچه ها رو بترسونیم. باشه، اما باید هر احتمالی رو در نظر بگیریم به خاطر بچه ها. خیالت راحت باشه، اتفاقی نمیافته. اتفاقای بد و حوادث ناجور فقط برای آدمای فقیر و بی خانمانه. کسایی که خونه ندارن، امنیت ندارن. کسایی که تو زاغه ها زندگی میکنن، سیل خونشونو رو میبره. کسایی که تو خونه های ناامن زندگی میکنن، زلزله ویرانش میکنه. نهما، ما، ما تحصیل کرده ایم، خونه داریم. تا حالا تو تلویزیون دیدی یه دانشمند یا استاد دانشگاه تو سیل گیر افتاده باشه یا با بدبختی فرار کنه و به زحمت پارو بزنه ما شهر قشنگی داریم با خونه های محکم اینجا آمریکاست باشه شام مرغ میپزن با سس تند اما بیا یه جایی ته ذهنمون به سمی بودن توده ابر فکر کنیم از پنجره بیرون را نگاه کردم هلیکوپترهای نظامی اطراف رودخانه را روشن کرده بودند. از دور آدمهایی پیدا بودند که لباس نایلونی تنشان بود با ماسک و دست های زرد. یک جوری دوروبر توده سیاه می گشتند، انگار مرگ را اندازه می گرفتند. صدای بلندگوهای دستی نامفهوم و دور شنیده می شد. هانریش گفت رادیو گفت باعث تنگی نفس نمیشه باعث تپش قلب میشه گفتم هیچی نمیشه مکان مهمه و ما در مکان امنی هستیم سر شام هم ساکت بودیم جز دنیس گاهی بلند میشد و توی توالت میرفت و اوق میزد هانریش میگفت علامتش دیگر تپو نیست تپش قلب است دنیس گفت چرا انقدر شام میخوریم استفی گفت برای اینکه اگه اتفاقی افتاد شاممونو خورده باشیم آژیر خطر را زدند آنقدر بلند که گفتم الان دیوارهای خانه میریزند به غذا خوردن ادامه دادیم آرام و ساکت ساکت تر از هر وقت دیگری وقتی آژیر دوباره صدا داد هانریش پرید دم در در را که باز کرد استراب و ترس حجوم آورد توی خانه. هانریش گفت میگن باید خونه ها رو خالی کنیم. بابت گفت توصیه میکنن یا اجباریه؟ میگن خیلی جدیه. مواد سمی به ما نزدیک میشه. استفی فورا رفت بالا تا برای هر کدام من چیزی بردارد. بابت هم قوتی ها و بسته های قضا را برداشت. بیست دقیقه بعد همه توی ماشین بودیم. از بلندگو گفتند باید به کمپ پیشاهنگی برویم جایی که داوطلبان صلیب سرخ بودند ما جزو کسانی بودیم که دیر راه افتاده بودیم پشت صف سواری ها منتظر بودیم بیفتیم توی جاده اصلی همزمان بلندگوهای قوی خطاب به خانه های خالی هشدار میدادند خطر نشت سم ابر شیمیایی وارد اتوبان که شدیم برف گرفت ما ساکت بودیم. بیشتر به سواری ها و آدم های توی سواری ها نگاه می کردیم. می خواستیم ببینیم چقدر باید بترسیم. موقع بحران همیشه هرچه دیگران می گویند به نظرت قابل اعتمادتر از چیزهایی است که خودت می دانی. بعد از ایست بازرسی ترافیک روانتر می شد. اما هنوز ذره ذره جلو می رفتیم. کنارمان فروشگاه مبلی بود که حراج زده بود. خیلی ها توی فروشگاه مشغول خرید بودند. گاهی از پشت شیشه ها ما را نگاه می کردند. چه چیزی آنجا لای مبل های حراج خورده نگهشان داشته بود؟ رادیو همچنان هشدار می داد و این بار خطر سقط جنین هم قاطی حرفایشان بود. نزدیک پل هوایی صفی طولانی از آدمهای پیاده را دیدیم همه چمدان در دست و پتو پیچیده راه میرفتند بچه های کوچکشان بغلشان بودند و حیوانات خانگی کنارشان بعضیها حتی دوچرخه و سورتمه کودکانه هم همراهشان بود خانواده پنج نفره خودشان را با نایلون پوشانده بودند با شانه های پوشیده از برف تصویرشان شبیه نمایشی بود که بارها تمرین شده باشد. حس نمایششان آنقدر حماسی بود که برای اولین بار متوجه مخمسه ای که تویش گیر افتاده بودیم شدم. جلوتر چند سواری مدل بالا در لغزندگی جاده به هم خورده بودند. باید از راست می رفتیم. من پر بود از صدای بوغ و بلندگو و آژیر و آمبولانس و البته هلیکوپتری که می رفت و می آمد. از کنار تصادف و آدمهایش گذشتیم. هنریش با جزئیات خط تصادف را برایمان شرح میداد. از آینه نگاهش کردم. درباره همه چیز با شور و نشاط حرف میزد. انگار از اینکه قرار بود بمیریم هیجان زده شده بود. شوق رسیدن به آخر دنیا. یک لحظه حس کردم بابت چیزی توی دهانش گذاشت. نگاهش کردم. چی بود؟ حواست به جاده باشه. یه چیزی قورت دادی. آب نبات بود. آب و قورت دادی؟ آب دهنم و قورت دادم. آب نبات هنوز تو دهنمه. تو جاده رو نگاه کن. احساس کردم دنیز حواسش به ماست. اما میدانست الان وقتی گفتگو با مادرش نیست. وقت گفتگو در مورد دارو و اثرات جانبیش. رادیو گفت یک دست سگ تربیت شده به منطقه می فرستند. دنیس گفت سما رو بو بکشن می میرن. بابت گفت برای سگا اتفاقی نمی افته. هنریش گفته فقط رو موشا اثر داره. دنیس گفت ولی موش و انسان مریضی های مشترک دارن. یعنی روی ما هم اثر داره. برف تبدیل شد به تگرگ و تگرگ به باران به مسیر بلوار مانند پردرختی رسیدیم کنار افسر راهنمایی رانندگی مردی با لباس نایلونی و ماسک و دستکش زرد ایستاده بود از کنار اتوبوس تصادف کرده هم گذشتیم استفی گفت من قبلا اینا رو دیده بودم پلیس و اتوبوس تصادف کرده همه ای اتفاقات رو قبلا دیده بودم همه چی همین طوری بود. هانریش گفته بود قرار گرفتن در معرض تشعشعات شیمیایی باعث احساس توهم آشنایی می شود. اما وقتی هانریش راجع به توهم آشنایی گفت استفی پیش ما نبود. شاید از رادیو شنیده. شاید یک چیزهایی را قاطی و در هم از ما رادیو و بابت شنیده باشه. بعد خیال می کند تصاویر و شرایط برایش آشنا هستند. شاید، شاید هم عوارز هر حادثه ای دیر خودش را نشان می دهد. استفی که اصلا نمیدانست توهم آشنایی یعنی چه؟ نکند تشعشعات کار خودش را کرده. رادیو را خاموش کردم. نه به خاطر اینکه مانع فکر کردنم بود به دلیل اینکه باعث فکر و خیالم نشود هانریش گفت باید بهتون خبری بدم بنزینمون داره تموم میشه گفتم الان میرسیم به پمپ بنزین و رسیدیم رفتم پایین و یقه کتم را دادم بالا تمام کارکنان پمپ بنزین فرار کرده بودند باک را پر کردم و راه افتادیم توی جاده که افتادیم منظره حیرت انگیز و ترسناکی دیدیم توده ابر درست روبروی من بود. ناخداگاه توی سندری های من فرو رفتیم. ابر مثل کشتی بزرگ و باستانی توی هوا شناور بود. خیلی بزرگ و بسیار زیاد به ما نزدیک دیدنش هولناک و وحشت انگیز بود توده سمی مثل پر آهسته و آرام حرکت میکرد. عجیب بود غیر از وحشت، حسی از احترام هم در ما ایجاد می کرد. نگاه و سکوت ما شبیه مراسمی آینی و عرفانی بود. نیروهای بزرگ حتی اگر برای نابودیت آمده باشند، باز با خودشان احترام دارند. مرگی که بالای سرمان در پرواز بود توی آزمایشگاه ها و لابراتوار ها به دست انسان ساخته شده بود زاده خود ما اما به چشم من اتفاقی ساده و صمیمی مثل طوفان یا سیل بود نیروی مهار نشدنی و قدرتمند هلیکوپترهای پشت سرش ابر را برای ما نورانی کرده بودند بچه ها برای دیدنش سر دوربین دعوا می کردند. راننده ها رانندهها بوخ میزدند و صدها صورت به شیشه سواریها چسبیده بود. خیلی از چهرهها را توی شهر دیده بودیم. کنار خانه هایشان توی فروشگاه، توی مدرسه توی خیابان. یک ساعت طول کشید تا سواری ها به خط شوند بروند توی اردوگاه. مردانی که لباس نایلونی و دستکش زرد داشتند، مردم را با چراغ قوه راه نمایی می کردند. از همه جا آدم می آمد، حتی از توی جنگل. ایستادیم احتمالاً باید احساس رسیدن و انجام دادن کار سختی به همان دست می داد. هنریش شکلاتی باز کرد و خورد. به صدای خوردن شکلاتش گوش دادم. همه توی ماشین های ما نشسته بودیم تا اینکه بالاخره خانواده ای پنج نفره از توی ماشینشان بیرون آمدند. هر پنج نفر جلیقه زرد نجات تنشان بود. اون در گروه های کوچک دور هم جمع شده بودند. هر کس از جایی آمده بود. شکلی داشت با اطلاعاتی دست و پا شکسته از ابر سمی هر کسی چیزی به گوشش خورده بود یکی در کارخانهشان چیزهایی شنیده بود. یکی با خانواده مقامات دوست بود و خبرهایی داشت. یکی می گفت صبح برمیگردیم به شهر چون دولت نمیخواهد جهان از اتفاقی که افتاده بویی ببرند. یکی می گفت هلیکوپتری رفته توی ابر بیرون نیامده. برای همین میخواهند زود سر و ته قضیه را هم بیاورند. یکی دیگر می گفت شهرمان تا چهل سال دیگر قابل سکونت نیست. انگار هرچقدر از واقعیت دور میشدیم دیگر نیازی به تشخیص درست از باطل نبود. تخت های فلزی را باز کردند و برایمان قهوه و ساندویچ آوردند. هوا هنوز سرد بود. خیلی ها بچه به بغل سرگردان بودند. پیرها گیج و منگ بودند. اما حضور کسانی که مردم را ضبط و ربط می کردند، آنقدر زیاد بود که احساس امنیت کردیم. اردوگاه خالی پیش تا همین چند ساعت پیش کوچکترین اهمیتی نداشت. حالا لبریز صدا و شور و رنگ زندگی بود. بلند شدم و چرخی توی اردوگاه زدم. شنیدم فرماندار شخصا قرار است بیاید و ده پانزه سانیه جلوی دوربین ها ظاهر شود. بین جمعیت هانریش را دیدم. پسرم با لباس گرم نظامی و دوربین به کمر چنان بلند و رسا برای مردم حرف میزد که انگار تازه صدایش را میشنیدم. به مردم اطلاعات علمی میداد. خیلیها دورش جمع شده بودند و تحت تأثیر سن و اطلاعاتش قرار گرفته بودند. عجیب بود. یعنی حادثه هولناک ابر سمی باعث شده بود راهش را پیدا کند. هنریش گفت ماده اصلی ابر سمی رنگ و بویی نداره. کسی دقیقا نمیدونه تأثیرش رو انسان چیه. شاید هم میدونن و نمیگن. آخه دونستن بعضی چیزا خیلی وحشتناکه. طبعات حقیقت بعضی وقتا وحشتناکتره. ماده سمی همون مواد اولیه حشره کشاست حشره کشایی که حالا میخوان خودمونو بکشن مواد شیمیایی میره تو خاک اما نمیمیره یه روز باید از پشت پنجره هامون نابودی جهانو ببینیم نخواستم متوجه هم شود اگر مرا میدید یادش میافتاد بچه غمگین و کم سن و سال منم هست از کنارش رد شدم زنی به بابت گفت عجب وضعی حسابی قافلگیر شدیم بابت گفت دیگه هیچی منو قافلگیر نمیکنه تموم شد به نظرم وقت خوبی برای لاغر شدنه گفتم چی؟ انضباط ذهنی وقت خوبیه تا چیزای چاق کننده نخورم رادیورم روشن نکن بچه ها میشنون رفتارشون عوض میشه مثل همین توهم آشنایی استفی استفی از رادیو شنیده بود؟ احتمالا شایدم نه شاید واقعا تأثیر تشعشعاته رادیو رو روشن نکن همین گفتم پسرا عجیبن خانواده براشون جذاب نیست اما بقیه فرق میکنن پس برو بزار تو رو ببینه راهی بدیه اگه منو ببینه ممکنه متوقف شه. از طرفی اگه منو ببینه ممکنه از لاکش بیاد بیرون و دیگه پسر کوچولوی غمگین نباشه. میخوای من برم. به هر حال والدین ناتنی به همین درد میخورن. برای حل و فصل غیر مستقیم مسائل. تو راجب آب نباتی که خوردی بگو. چی؟ یکی از آب نباتاتو بده به من. آخریش بود. تعمش چی بود؟ گیلاس مردی کنارم نشست سمیمی و محکم دست داد و گفت به نظر دولت چی کار میکنه؟ گفتم هیچ اصلا از دولت ها چه کاری برمیاد؟ تو میدونی هند چقدر سرباز داره؟ یا چین یا روسیه؟ شاید میلیونها. ها ملیون ها سرباز و در مورد ابر سمی ازشون کاری بر نمیاد درسته پس پایان جهان نزدیکه شما دوست داری تموم شه؟ هر روز یه اتفاقی میفته و هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره به نظرت نشونه های پایان دنیا نیست؟ پس فکر میکنی به ته خط رسیدیم؟ آره آره و برنامه برای روزای آخر دنیا چیه؟ انگار از تعطیلات حرف میزد گفتم رستگار شیم شاید آره شاید نه بعد جزبه ای به هم داد در مورد بیست نشانه ی پایان دنیا بود بعد همون جور یکو رفت همه راجب به مسمومیت حرف می زدند دنیس با اخم نگاهم کرد تو رفتی پایین بنزین زدی؟ آره خب ممکنه آلوده شده باشی من؟ آره تقصیر تو نیست. ولی تو دو دقیقه و نیم بیرون بودی. بیرون صفی تشکیل داده بودند. مامورهای با لباس نایلونی و دستکش های زرد پشت کامپیوتر نشسته بودند. صحنه های عجیبی بود. انگار همه ما نوشته های فیلم ای بودیم که گاهی خط می خوردیم. کارمندهای نایلون پوش اطلاعات من را ثبت می کردند. به معموری گفتم من دو سه دقیقه ای از ماشین بیرون بودم. گفت باید احتمالش بررسی بشه. گفتم چطور با وجود برف و بارون و تگرگ ابر سمی از بین نمیره؟ ابر معمولی نیست آقا توده خطرناکی از گازه. جوری جدی حرف میزد که اصلا حواسش به نگرانی های ما نبود. ما جماعتی سختی نکشیده و پرخور و مرفه بودیم. جماعتی محافظت شده در خانه های امن. پسر جدی بود. لازمش داشتم. اگر آلوده شده بودم کمکم می کرد. گفتم چیزی که رو لباست نوشته یعنی چی؟ مخفف یه جور عملیات برای تخلیه های نمایشی. ولی الان که نمایش نیست واقعیه یعنی تو موقعیت واقعی تمرین می کنید برای مواقع دیگه احتمالاً؟ ما همه چیزو رو با دقت بررسی می اما همه چی اونجوری که ما می نیست. با الگوهای نمایشی فرق می ولی ما روش کار می الان وضعیت من تو الگوهاتون چجوریه؟ خودت ببین. با خونسردی سردی صفحه کامپیوترش را نگاه کردم. ارقام داده هایم بزرگ و بزرگتر می گفتم یعنی چی؟ ندونید بهتره. من فقط دو دقیقه بیرون ماشین بودم. میگید وزم خطرناکه؟ خب فقط همون نیست. چیزای دیگه هم هست. فکر کردم مگر چه جور اطلاعاتی داده بودم؟ فقط سن و قد و وزن. چهار تا اطلاعات ظاهری بدون در نظر گرفتن رؤیاها و ترسها که نمیشه گفت در چه وضعیتی هستم دقیقا. گفتم، من میمیرم؟ الان نمیتونم بگم پونزده سال دیگه پونزده سال دیگه الگوی ما کامل میشه عمر عبر سمیم سی ساله نصف عمرش که بگذره میدونیم چی به چیه و تأثیراتش رو شما چی بوده پس تا هشتاد سالگی با خیال راحت زندگی کنم بعد شما اطلاعات دقیق رو به هم میدید وای الان شما گفتید بعضم خیلی هم خوب نیست من نگفتم. کامپیوتر گفت. من فقط اطلاعاتو بهش میدم. وقتی برگشتم بچه ها خواب بودند. فقط هانریش روی نقطه علامت میگذاشت. بابت برای ترودل پیر و چند پیرمرد دیگر روزنامه زرد میخواند. آهسته و شمرده همان جوری که برای وایلدر قصه میگفت. توی مجله بی اعتباری از دکتری می گفت که با هیپنوتیزم آدمها را به خواب مصنوعی برده بود. همه به خاطر آورده بودند، هزاران سال پیش چه می کردند؟ جنگجوی ای بودند یا کشاورزی ساده؟ مورد عجیب دختر بچه پنج ساده ای بود که به یاد آورده بود در گذشته جاسوس خطرناکی بوده و خیلی ها را کشته. از جمله مرلی مونرو و الویس پرسلی. به بقیه نگاه کردم. به نظر نمی رسید تعجب کرده باشند. مجله دیگری برداشت که برترین پیشگویی های قرن را تویش نوشته بود. از تماس ارواح با شبکه های تلویزیونی آلمانی تا فرار قاتل ها و خرید هواپیمای آمریکایی توسط ژاپنی ها. برگشتم پیش بچه ها. دلم میخواست توی خواب تماشایشان کنم. دیدن بچه ها توی خواب نزدیکترین حالت من به خداست. خصوصا دیدن دخترها. کم کم خوابگاه آرام گرفت. همه می خوابیدند. هانریش هنوز اعلامیه صلیب سرخ را می خاند. دیدن هانریش توی خواب اصلا آرام بخش نبود. یا دندان قروچه می کرد یا از تخت می افتاد و فریاد می زد. به صورت دنیس نگاه کردم. انگار توی خواب چیزی می گفت. ده دقیقه تمام نگاهش کردم تا بدانم چه می گوید. آخسر چیز نامفهومی شنیدم، چیزی شبیه تویوتا. گفت تویوتا. اسمی که احتمالاً بارها از تلویزیون شنیده بود را تکرار می کرد. صدایی که کامپیوتر ساخته بودش. اسمی که با هر زبانی قابل گفتن بود. اسمی که بخشی از صدای توی ذهن بچه ها شده بود. صدا در اعماق ذهنش کنکاش کرده بود و حالا از ناخداگاهش بیرون میزد. بابت خودش را زیر پتو جمع کرد. فقط توده ای از موهایش معلوم بود. و من کم کم به سطحی از هوشیاری فرو رفتم. به ته اقیانوسی ساکت و امیر مردم بلند شده بودند لباس می و جمع و جور می کردند. صدای بلنگوها هم می آمد و صدای بوغ سواری هایی که میخواستند خودشان را زود به اتوبان برسانند. آنریش بالای سرم با لبخندی پر از تعنه ایستاده بود. وایلدر شیرینی می خورد. صدا پی در پی هشدار میداد. جهت وزش باد عوض شده. ابر سمی خطرناک به طرف ما می به دو رفتم دستشویی وقتی برگشتم همه آماده بودند. به سمت در خروجی رفتیم. زنی که راهنما بود دم در به همه ماسک میداد بیرون هوا هنوز تاریک بود. در برابرمان تصویر در همی از شلوغی سواری هایی که توی گلگیر کرده بودند، بوخ ها و آدم هایی که میدویدند. ماسکبان را زدیم و زیر باران دویدیم سمت ماشین. باران شد تگرگ و تگرگ شد برف. بابت رادیو را روشن کرد. رادیو گفت کسانی که کمپ را تخلیه کرده اند باید بروند به آیرون سیتی که سرپناه و غذا هست. انداختم توی فرعی گلالودی که ماشین تویش مثل سورتملیز ملیز میخورده. بعد صدای هلیکوپتر آمد و آخر سر هم سر و کله ابر سمی پیدا شد. توده ابر سیاه لابلای درخت ها می گشت. لام تا کام حرف نمی زدیم. فقط توده عظیم را نگاه می کردیم. توده ای که انگار خودش در دل خودش توفانی داشت. ابر با هیاهویی که راه انداخته بود با کاروانی از شلوغی و هلیکوپترهایی که پشتش بودند شبیه کارزاری تبلیغاتی بود تبلیغاتی برای مرگ شوکه شده بودم و شبیه مرگ آنی بود ولی به خودم آمدم باید خانواده را جای امنی می بردم دنبال ردیف چراغها به اتوبان رفتیم گاز دادم و ماشین را از گلولای درآوردم. هانریش گفت تا حالا به چشم خودتون نگاه کردین؟ میدونین چه قسمت هایی داره؟ جوری حرف میزد که انگار توی عصر تابستانی روی ایوان چای میخوردیم. چشم خیلی پیچیده است. چند نفر میدونن عدسی دارن؟ استفی گفت گوش که ما امای بزرگتریه. چند نفر میدونن تو گوششون جسم حلزونی دارن؟ دنیس گفت آدما چطوری بدون اینکه اعضای بدنشونو بشناسند زندگی میکنن سواری افتاد توی چاله ای که وقتی افتاد تازه فهمیدم گودال است گاز میدادم تا بیرون بیاییم دلم میخواست حواسشان به واقعه سمی باشد به من که تلاش میکردم خانواده را برسانم جای امن دلم برای خودم میسوخت دوست داشتم بگویم کامپیوتر وضعیتم را ناسالم تشخیص داده. از کنار خیلی ها گذشتیم. از کنار مردم پیاده و ماشین هایی که بیوقفه بوق میزدند. به اتوبان رسیدیم و نیم ساعت دیگر در باشگاه خالی که برایمان در نظر گرفته بودند بودیم. مأمورهای صلیب سرخ هم بودند و ابر سمی بالای سرمان تاب می‌خورد. ایستادیم و مستقر شدیم. ساعت نه برای من قهوه و تشک بادی آوردند. اجازه نداشتیم از ساختمان بیرون برویم. ما هم نشستیم و غرق اخبار و شایعات شدیم. گفتند متخصص ها وارد ابر مصنوعی شدند. قرار است با تزریق مواد ابر را تک تک و بعد نابود کنند. از تصور چون این اختراع خیالی سرخورده بلند شدم و بین مردم گشتم. از گروهی به گروه دیگر، از آدمهایی به آدمهای دیگر. برگشتم. بابت با کلاه نشسته بود. گفت از شایعه تزریق به ابر سمی خوشش نیامده. زیادی از ذهن دور است و همین دور بودن از ذهن نگرانش می کند. گفتم خیلی سخت نگیرد. هر چیزی امکان دارد. از کجا معلوم چون این چیزی حقیقت نداشته باشد؟ اصلا خلق چون این فکر و شایعه خیلی جذاب است. اینکه مغزی بنشیند چون این داستانی سرهم کند، خلاقیت خوبی است. بعد از ظهر مردی تلویزیون به دست توی سالن میگشت و سخنرانی میکرد. مرد قد بلند و میان سالی بود. تلویزیون را به همه نشان میداد و میگفت تا حالا خبر یا برنامه ای از ما پخش شده؟ فیلم زنده یا مصاحبه خبری؟ هیچی، اصلا هیچی روی هم پنجاه کنم هم راجع به ما حرف نزدن یا انقدر همچین اتفاقایی میفته که اصلا کسی نمیبینه یعنی ما اصلا مهم نیستیم عددی نیستیم که دیده بشیم ما از خونه هامون بیرون زدیم تو برف رانندگی کردیم تو سرما خوابیدیم ابر سمی بالا سرمون پرواز میکنه بعد هیچی خبری تو تلویزیون از ما نیست یعنی ما اهمیت نداریم یعنی اصلا اتفاق خاصی نیفتاده حتما باید دویست نفر بمیرن تا دوربینا و گزارشگرها بیان ما رو شبیه جزامی های قرون وسطا قرنطینه کردن پای پله غذا میذارن و یواشکی در میرن چون هنوز کشته ندادیم لیاقت توجه نداریم ما ترسیدیم ما صدمه دیدیم آیا ترس ما انقدر مهم نیست که ما رو ببینن؟ صدای تشویق مردم بالارند مرد چرخی زد و درست روبروی من ایستاد در فاصله نیم متری توی چشمام نگاه کرد و گفت من قبلا این صحنه رو دیده بودم تو اینجا وایستاده بودی درست رو به روی من تک تک اعضای صورتت یادمه گفتم قبلا تو تصوری که از من دیده بودی چطوری بودم همینجوری رنگ پریده و وحشت زده نه روز بعد خطر رفت شد و همه برگشتیم به شهر فروشگاه شلوغ بود هر جور آدمی بود کوتاه بلند وایدر توی چرخ خرید نشسته بود و به هر چیزی که توجهش را جلب می کرد دست میزد. هواشناسی اعلام کرده بود برف سنگینی میبارد. برای همین همه زده بودند بیرون تا خرید کنند. پیرها از چهره وحشت زده ی گزارشگر هواشناسی ترسیده بودند. اگر تلویزیون گاهی پیرها و مردم بیدفاع را عصبانی نمی کرد تا سرحد مرگ باعث ترسشان میشد. کار تلویزیون همین است. توی صف خرید مدام حرف می زدند. از اینکه قرار است چند متر برف ببارد، اینکه چقدر خطرناک است و باید چه کار کرد. موری گفت، زنت خوبه؟ آره، خوبه. ببین، رقیب من تو دانشگاه رفت. کجا؟ مرد. کی؟ موقع شنا، رفته بود تعطیلات. دخترات چطورن؟ خوبم دیگه نمی ترسم. خودت چطوری جک؟ چرا حال مرا می پرسید؟ گفتم بیچاره همکارت مرد خیلی چاقی بود آره صد و سی رو داشت مثل من تو فرق می کنی تو مثل خودت چاقی طرفم مثل خودش چاق بود خیلی نمی خوبه وقتی یکی می میره نشناسیش بهتره از کنار میوه های جور با جور رد شدیم. رفتیم کنار صندوق خرید. خرید با وایلدر رو دوست داشتم. برای هر چیزی خوشحال می شد. از فروشگاه که اومدیم بیرون، نگاه هم به شهر افتاد. مرور زمان خیلی چیزها را عوض کرده بود. شهر کهنه شده بود. نیمکتی که باید تعمیر می شد. پارکینگ ها به نوسازی نیاز داشتند. هرچه شهر کهنه شده بود، فروشگاه پر نورتر و تازه تر و بی نقصتر. عوضش های شهر زیباتر شده بود. از وقتی بابت از کلاس بر می, گردد، می و غروب آفتاب را تماشا می کنیم. بعد از واقعه سمی، گروب شهر به طرز حیرت انگیزی زیبا شدند. وقتی برگشتیم خانه، دنیس گفت، کلاس چطور بود مامان؟ گفتن کارت خوبه، یه کلاس دیگه هم بردار. چه کلاسی؟ چه جوری خوردن و نوشیدن؟ میدونم یه کم خنده داره، ولی باید یادشون بدم تو گرما چی بخورن یا تو سرما چی نخورن. همه آدما آدم ها بلدن چی بخورن چی نخورن؟ علم هر روز عوض میشه عزیزم، همیشه چیزای جدید میاد، مردم دوست دارن عقایدشون در مورد سلامتی به روز بشه. راجع به سلامتیشون حرف بزنن. آدما همیشه به آدم مطمئنی احتیاج دارن تا حقایق زندگی سلامت رو بهشون بگه. منم هم از همه دم دستر بودم. و من به اعماق نگاه مشکوک دنیس نگاه کردم. کلاس آلمانیم کم کم به هفته ای سه روز هم رسید. پیشرفت کرده بودم و راضی بودم. معلمم رفتارش گرمتر شده بود. هنوز مأمورهای بهداشت با سکهای شپرد و لباسهای نایلونی و دست کشهای زرد توی شهر گشت می زدند. ما سکها را نوازش می کردیم و بهشان غذا میدادیم اما هرگز به مردان لباس نایلونی عادت نمی کردیم. موقع شام دنیس گفت چرا لباس عادی تنشون نمی کنن؟ بابت گفت چون در حال معموریت معنیشم هم خطرناک بودن اوزا نیست فقط یه خورده کنار رودخونه رو میگردن تا مطمئن شم هنریش گفت به ما میگن اوضای خطرناکی نیست چون اگه نتیجه بررسی هاشونو بگن وحشت زده میشیم هیچ وقت حقیقت رو به ما نمیگن بابت گفت من که باور نمی کنم وضع خطرناکی باشه هر روز یه خبری هست نشت گازای سمی کارخونه های سرطان و هزار تا چیز دیگه اگه واقعا همین جوری بود که اخبار میگه الان ما زنده نبودیم نه نه من باور نمی کنم. همه به دهن هانریش نگاه کردند منتظر جوابش بودند هانریش گفت نشتای سمی رو ول کن یکم نشت سمی فقط قیل و قال رسانه هاست ما هر روز در معرض تشعشعات خطرناکی هستیم از رادیو و تلویزیون بگیر تا مایکروفر و خطر سیمای برق به ما میگن خطرناک نیستن چون تشعشعاتشون خیلی کمن اما همین تشعشعات جزئی ما رو محاصره کرده همه رو مریض کرده اونم بدون داد و قال تمام خشونت ها، سردردا، اختلالات عصبی مربوط به همین مقدار جزئی تشعشعات کوچیکه. دلم میخواست بهش بگم آمار و اسنادی که بهش اتکا میکند هم خیلی مطمئن نیست همانقدر که ما از سمی بودن یا نبودن هوای شهر خیال من راحت نیست. یکو حس کردم، تمام آنچه از مدرسه آموخته بودیم توی سرمان میچرخد. از کشف مساحت مسلس تا اسم سنگ ها و کوه ها. دلایل رکود اقتصادی تا کشتی های بزرگی که غرق شده بودند. اطلاعاتی که هیچ وقت کمکمان نکرده بود. توی شهر هم وضع افکار مردم چندان خوب نبود. ما گیر افتاده بودیم. شهر بزرگی نزدیک ما نبود تا مصیبت سمی بودن ابر را گردنش بیاندازیم. ما حق نداشتیم مثل قربانی ها دلمان برای خودمان بسوزد. یا لاعقل حادثه شبیه به آن چه برای من اتفاق افتاده بود پیدا کنیم تا خودمان را با آن مقایسه کنیم. ما تنها بودیم و در تنهایی دلگیرمان ستاره راهنمایی نداشتیم وقتی قرص دایلر را پیدا کردم شب بود قرص ها توی قوطی کوچکی با چسب زیر رادیاتور شوفاش چسبیده شده بود دنیس را پیدا کردم با هم رفتیم گوشه خالی تا قوطی را وارسی کنیم از شکل و ظاهر ساده دارو تعجب کرده بودیم در سکوت قرص های کوچک و سفید را نگاه کردیم دنیس با چشمهای خالی و روحی که خیلی بزرگتر از تن کوچکش بود گفت نباید به بابت چیزی بگیم گفتم باشه از داروسازی سازی به قرسا می پرسم. گفت من قبلا پرسیدم کی؟ تعطیلات کریسمس گفتن هیچی راجبش بهش اسمش تو لیست داروها نبود حتی تو داروهای جدید گفتم به دکترش زنگ میزنم و زنگ زدم. مجبور شدیم آن وقت شب به خانهش تلفن کنیم. گفتم نگران بابتم. میخواستم درباره دارویی که برایش تجویز کردید بپرسم. تو نصف شب زنگ زدی خونه ی دکتر بگی نگران فراموشکاری زنت هستی؟ نگران بودم گفتم شاید به خاطر دارویی که بهش دادین چه دارویی؟ روش نوشته دایلار یه قرص کوچولوی سفیده تا حالا نشنیده بودم. من هیچ وقت همچین دارویی تجویز نکردم. در ضمن زنت خیلی هم سالم و قویه. گوشی را گذاشتم و به دکتر خودم زنگ زدم. او هم چیزی راجع به دایلار نمیدانست. فکر می کرد دایلار احتمالا اسم جزیره در خلیج فارس باشد. به دنیس گفتم نگران نباشد. قرص را می دهم دپارتمان شیمی دانشگاه مشکلمان حل می شود. رفتم توی اتاق هانریش میله بارفیکس را توی کمد وصل کرده بود ورزش میکرد چرا توی کمد به نظرت عجیبه پس باید رفیقم مرگاتور رو ببینی مرگاتور چیکار میکنه تمرین میکنه بشینه توی قفس مارای سمی میخواد رکورد بزنه همیشه دلم میخواد همچین آدمایی رو مار بزنه منم تو چرا چون خودشون هم دلشون میخواد مار نیششون بزنه. آدم عاقل از خطر دوری میکنه. اینا فکر کردن کیان؟ آدمایی یعنی که میگن بذار هر چی میخواد پیش بیاد. از اولین توافق کوچکمان در بحثی خوشحال بودم. گفتم باشه اگه فکر میکنه خوشحاله بذار خوشحال باشه. گفت فکر میکنه خوشحاله اما خوشحالی فقط یه جور سلول عصبی تو مغزه که احتمالا گاهی زیادی تحریک میشه. آها. وقتی برگشتم به اتاق خواب، بابت جلوی پنجره به شب سیاه و بدون ستاره نگاه می کرد و من توی تخت رفتم و خودم را لای ملافه ها دفن کردم. صبح روزنامه را مردی ایرانی می آورد با نیسان سنترا یا آبی تا وقتی روزنامه را برداری ماشینش را روشن نگه می داشت. توی دفتر کارم قرص سفید دایلار را نگاه می کردم. آنقدر تماشایش کرده بودم که متوجه سوراخ ریز ته قرص شده بودم. بلند شدم و به آخرین ساختمان دانشگاه رفتم. قرص را به وینی ریچارد دادم. وینی متخصص مغز و اعصاب بود. زن جوانی که همه می گفتن نابغه است. وینی قرص را گرفت و مزه کرد. مزه خاصی نداره، چرا هشت ساعت دیگه بیا بهت بگم چیه فعلا دستم به مغز دلفین بنده دختر مرموزی بود به هر دلیلی که احتمالا بزرگترین علتش زشتی صورتش بود خیلی توی محبت دیده نمیشد. با کسی ارتباط نداشت حرف نمیزد. همین موضوع باعث شد تا یک هفته بعد هم او را نبینم دنیس هم توی خانه بیقرار بود اما با روح بزرگش صبورانه منتظر نتیجه بود. بابت هم عجیب بود. وسط گفتگو می استاد و بیرون را تماشا میکرد. فکر کردن و مکس هایش نگرانم میکرد. همیشه بیرون را نگاه می کرد اما نه خیلی عمیق و نه خیلی ساکت. فقط یک آن نبود. به بابت گفتم کاش به هم بگی چون ما همه چی رو به هم میگیم. چی رو باید بگم؟ هر چی که باعث شده به بیرون زول بزنی. سگ همسایه هم به بیرون زول میزنه. هیچ کم ازش نمیپرسه چرا. ببین. چیه؟ وای خدا دنیس منو میکشه اگه بفهمه. ولی باید بهت بگم. من قوطی تو پیدا کردم. چسبیده بود زیر شفاش. فکر میکنی چرا باید یه چیزی رو به چسبونم زیر شوفاش؟ فکر میکردیم همینو بگی پس لطفا پاشو صورتتو اصلاح کن منم والده رو میذارم تو تونل بازیش ده دقیقه دیگه میبینمت اصر وینی ریچارد را دیدم آهسته و مخفی از آزمایشگاهش بیرون میامد سعی کردم خودم را برسانم میدویدم سالها اینقدر با حول و ندویده بودم خیال می کردم ردایم از پشت به پرواز در آمده. تا رسیدم گفتم چرا خودتو قایم می کنی؟ من از تو خودم قایم نکردم. پس چی؟ گمونم معنی قرن بیستم همینه دیگه. آدما خودشونو پنهان میکنن بدون اینکه کسی دنبالشون باشه. عقایدت برام جالبه اما قرص چی شد؟ قرص معمولی نیست. من حتی اسمشم نشینده بودم. خیلی دیر حل میشه. وقتی با آب استفاده شه، محتویات قرص از سوراخ ریزش بیرون میاد. احتمالا سوراخ با لیزر انجام شده. برای همین دیده نمیشه. من خیلی تخصصشو ندارم، فقط میگم سیستم عجیب و بینظیری داره. چرا باید انقدر ظریف و حساس ساخته بشه؟ برای اینکه خیلی آهسته خودشو آزاد کنه که باعث اووردوز نشه. مثل یه جور قرص آزمایشگاهی و تمرینیه. احتیاط خاصی توش هست که باعث مشکل برای مصرف کنندش نشه. چرا؟ هدفش چیه؟ نمیدونم. چرا نمیدونی؟ تو نابقه ای؟ اینجا همه نابغن همه ی استادا به هم میگن نابغه نه، من نابغه نیستم. به من میگن آدم زرنگ. کسی که خودشو به موضوع بزرگی چسبونده. گفتم که من تخصصشون ندارم فقط بهت میگم ماده داخل قرص یه جور داروی اعصاب و روانه برای تأثیر گذاری روی پیچیده ترین و دورترین لایه های مغز اطلاعات من راجع به مغز انسان خیلی کمه فقط همینقدر از پیچیدگی های مغز خودم میدونم که به آمریکایی بودنم افتخار کنم ولی ولی من قرص رو توی قوطی عادی پیدا کردم مهم نیست از کجا پیداش کردی. همچین قرصی تو بازار نیست. وقتی دنی ریچارد رفت به عصر خاکستری دانشگاه نگاه کردم. چیزی دستگیرم نشده بود. فقط فهمیده بودم که توی گرداب بدی گیر افتادم. توی تخت نشسته بودیم. من آلمانی میخواندم بابت رادیو گوش میداد. به آینه نگاه کردم. چهرم برای خودم هم عوض شده بود. کم کم به آدم دیگری تبدیل می شدم. گفتم باید با هم جدی حرف بزنیم. نه به خاطر من، نه به خاطر خودت، به خاطر دنیس، دختر کوچولوت باید حرف بزنی. در زم ما گیرت انداختیم، قرصو دادیم به متخصص، اندازه دونه هایی که ابر سمی رو خورد پیچیده است. واقعا که شکفتنگیزه. قرصی که به مغز دارو میرسونه بعد خودشو از بین میبره بدون کوچکترین رد پایی میخوام بگم گیر افتادی باید توضیح بدی نگاه بابت رو به سقف مات مانده بود پس بذار به روش خودم بگم گفتم ما تا ابد وقت داریم همه چی از یک سال و نیم پیش شروع شد احساس می کردم از هیچی راضی نیستم. دلیل خاصی نداشت. شاید دلیلش وارد شدن به میان سالی بود یا هر چیز دیگه ای. به هر حال حال خوبی نبود. تو منو می شناسی. من همیشه فکر می کنم هر مشکلی راهی داره. تکنیک ها و روش هایی هست که ما رو از مشکلات گذر بده. منم همین کارو کردم. هر کتاب و مجله و روزنامه ای دستم رسید، هر برنامه و نقشه و راهی که پیدا کردم، بررسیش کردم، به همه چی چنگ زدم. گفتم، بدون این که من بدونم، ما همیشه همه چی رو به هم میگفتیم. گوش کن، من از هر راهی رفتم اما نشد، دری پیدا نکردم تا حالم خوب کنه، تا اینکه یه روز، وقتی برای ترودل مجله میخوندم، یه آگهی دیدم. تو آگهی برای یه تحقیق سری داوطلب میخواستن. همینقدر از آگهی بدونی برات بسه. خدایا. فکر میکردم فقط زنای سابقم هیلگر و جاسوس و موزی هن. ولی انگار سرنوشت من همینه. من رفتم شرکتی که گفته بودن با هم مصاحبه کردن جک، تو میدونی ذهن چقدر پیچیده است. نه خیلی ولی شنیدم بذار اسم شرکت رو بذاریم گری اسم کسی هم که مصاحبه می کرد بذاریم آقای گری یادت باشه اسم واقعیشون نیست شرکتشون کجا بود؟ نمیدونم یه ساختمون کوتاه رنگ رو رفته و معمولی بود بدون اسم یا اثر مشخص تو خود شرکت با هم مصاحبه کردن از لحاظ روانی و جسمی و حرکتی معاینم کردن. هر نوع حرکت واکنش مغزیم و ثبت و بررسی کردن. میخواستن یه جور داروی سری رو امتحان کنن به اسم دایلار. برای مصرف دایلار باید رضایت نامه پر می کردم. به خاطر خطرات و عوارز جانبیش. اصلا ممکن بود بمیرم یا فقط مغزم بمیره یا عملکرد مغزم محدود شه. خلاصه هرچی. تو گذاشتی با هات مثل موش آزمایشگاهی رفتار کنن؟ نه، نکردن، پشیمون شدن گفتن امتحانش رو انسان خطرناکه مغز کامپیوتری ساختن تا روی سیستم امتحانش کنن اما من نمیخواستم من تا مرحله آخر رفته بودم باید قرص و امتحان میکردم به هر قیمتی باید قرص و امتحان میکردم برای همین من و آقای گری با هم توافق نامه محرمانه ای امضا کردیم بدون اینکه اخبار مرکز یا آزمایشگاهی بدونه قرار شد من قرص و مصرف کنم اگه مرض به هم ریختگیم درمان میشد آقای گریم به خاطر کشف بزرگش معروف میشد اما آقای گری هنوز مردد بود نگران بود قرص درست عمل نکنه من باید راضیش میکردم باید کاری میکردم من مغزم و در اختیارش گذاشته بودم پس پس باید از خودم میگذشتم تا قبول کنه به هم دایلار بده احساس کردم تنم داغ شد چشمام گر گرفت بلند شدم و ایستادم تو گفتی فرض کن آقای گری آقای گری چند نفر بود؟ فقط یه نفر بود رئیس اصلی پروژه کجا؟ یه مسافرخونه یه کسیف بین راه جک من آشفته و داغون بودم درمونده بودم نشستم بابت بی صدا گریه می کرد چه شکلی بود؟ چه فرقی می کنه؟ نه خیلی جوان، نه خیلی پیر، نه خیلی کوتاه، نه خیلی بلند بهم بگو دقیقا مرضت چی بود؟ مریزی که به خاطرش همچین قرار داده کسیفی بستی چهره بابت درمانده سیاه و ویران شده بود گفت من از مرگ میترسم حتی یه لحظه هم از ذهنم بیرون نمیره به طرز سیاه و ترسناکی همه ذهن و ناخداگاه منو پر کرده جک من از مرگ میترسم گفتم شاید مرگ نباشه شاید مشکلات دیگه ای داری که خودشو شکل وحشت از مرگ نشون داده مثلا وزن یا قدت یا هر چیز ریزی یه مشکل دیگه چه مشکلی عمیقتر و مهمتر از مرگ مرگ همه کسی دقیقا نمیدونه چیه همه ازش میترسن تو چرا فکر کردی با بقیه فرق داری؟ بله برای همه مهمه وگرنه یه مؤسسه میلیون ها دلار روش سرمایه گذاری نمی کرد جک من جسم نیستم من فقط ذهنم که پر از وحشته همیشه و تو هر لحظه حتی وقتی آدامس می جوم یا ورزش می کنم من به مرگ همه فکر می کنم نه فقط خودم عذاب وجدان گرفتم فکر کردم بحث های منم در مورد مرگ بی تأثیر نبوده. گفت خیلی عجیبه. ما هر دومون از وحشت مرگ در عذابیم. اما زندگی می کنیم. بیرون میریم با بقیه گپ می زنیم و می خوریم. چجوری کسی نمی فهمه ما اینقدر وحشت زده ایم؟ خیلی وقتا با مرگ حرف می زنم. بهش میگم الان نه. مرگ الان نه. آخه چجوری باور کنم؟ تو به وایدر قضا میدادی دادی؟ ردای منو اتو می کردی؟ وحشت گاهی مثل یه ضربه محکم چنان بهم به میخوره که با کله میخورم زمین نمیذارم کسی ببینه تلخ و سنگین گفتم من با بابت ازدواج کردم که چیزی رو از هم قایم نکنه حرفی نمانده بود همه چیز معلوم بود توی خودمان جمع شدیم. گفتم ولی هنوز خیلی چیز هست که میخوام بدونم. شرکت گرید دقیقا چه کار کرد؟ بالاخره موفق شد؟ موفق شد بخش ترس از مرگ و تشخیص بده. دارو رو پیام های مغز تأثیر میذاشت و باعث میشد شد وحشت زده نشه خب پس تو چرا ظلمی زدی به روبروت چرا افسرده بودی؟ چون دارو تأثیر نداشت به همین راحتی؟ نداشت؟ نه منم بهش پیغام دادم گفتم روم اثری نذاشته. به هم گفت متاسفه من مورد خوبی برای آزمایششون نبودم امیدوار فرد مناسب رو پیدا کنه و حتما یه روز تأثیرش پیدا میشه به پشت خوابیدم و به سقف خیره شدم. گفتم من می میرم. نه همین فردا یا پس فردا، اما در حال مردنم ابر سمیرون اثر گذاشته دوباره رفتم و آزمایش دادم خطری تهدیدم نمیکرد انگار مرگ عمیقتر از چیزی بود که بشه راحت بررسیش کرد یا لاقل با نگاه دقیقی ماینش کرد. موقع برگشتن خیابان را بسته بودند. مانوری بود برای اتفاقات سمی غیرمنتظره. منتظره. معمورها با همان لباسهای نایلونی و دستکش‌های زرد مانور را هدایت می گفتند زود برو برو زود زود. خیلی ها داوطلبانه روی زمین در نقش قربانی خوابیده بودند. نگاهشان کردم. دختر من هم جز به قربانی ها بود. جا خوردم. دخترم توی نه سالگی نقش قربانی را بازی می کرد و سعی می کرد قربانی خیلی خوبی باشد. گفتم استفی مریض میشی. اما اصرار داشت قربانی باشد. مردی پشت بلنگو دستورالعمل عملیات را میخواند. باید بعد از آژیر سوم خودشان را نجات میدادند. مرد میگفت چطور خودشان را نجات بدهند یا دیگران را چطور موقع نشت سم از خوراکی ها محافظت کنند هانریش آمد گفتم استفی قربانی شده گفت خوبه هرچی بیشتر تمرین کنی احتمال اینکه برات پیش بیاد کمتره. دوستش هم بود. گفتم تو همونی نیستی که میخوای تو قفس مارای سمی بشینی؟ میشه بگی چرا؟ چون میخوام رکورد بزنم. برای اینکه اسمت بره توی کتاب بی ارزش مسخره میخوای بشینی تو قفس مارای سمی؟ منو نیش نمیزنم. از کجا میدونی؟ مار واقعی آدم و نیش میزنه قانون طبیعته اره ولی منو نیش نمیزنم گفتم فکر میکنی مرگ برای همه هست جز تو نیشت میزنن و تو میمیری از دست خودم خجالت زده و عصبانی بودم اما حرفم را زده بودم گفت خوبیش اینه تا بزنن فوری مردی فقط چند ثانیه طول میکشه چرا اینقدر برای مردن عجله داری؟ تو فقط نوزده سالته. آژیر دوباره زده شد. رفتم داخل خانه. بابت به بایلدر قضا می داد. گفت. حالت چطوره؟ بهترم. زیر شوفاجو گشتم. دایلار نبود. میخوام یه چیزی داشته باشم برای مبادا، برای مدرک. شاید یه وقتی برای شکایت لازم شد. من خبر ندارم. دست من نیست. شاید حواست نبوده انداختی دور. من بر نداشتم. برای مبادا میخوام. نمیدونم. آقای گری کجاست؟ من نمیدونم اگه میدونستم هم نمیگفتم. من قول دادم هویتشو آشکار نکنم. مخصوصا حالا که انقدر عصبانی هستی. من مردای عصبانی رو میشناسم. میدونم چه کارایی میکنم. در را بستم و رفتم مدرسه دنبال دنیز. اولین باری بود که دنبالش می رفتم. دنیز سرد و نگران نگاهم کرد. گفت حوصله شنیدن اخبار جدایی و طلاق را ندارد. نه، نه در مورد داروه، دارو ربطی به حافظه ی بابت نداره. تو نمی آی دم مدرسه بگی داروی تقویت حافظه نیست، میای بگی مامان من معتاده. نه، تو اینقدر باهوش هستی که بدونی راستشو میگم. به من بگو قوطی قرص و چی کار کردی؟ اگه مامان قرص نمیخوره معتادم نیست پس نباشه بهتره. تمام سعیم را کردم تا متقاعد شود قوطی قرص ها باید دست بزرگتر باشد. اما زیر بار نمیرفت. آخر سر فکر کردم بهتر اصلا گم و گور باشد. هر سه همسر من جاسوس بودند. اما بابت خیالم را راحت کرده بود که چیزی برای مخفی کردن ندارد. ولی الان وز فرق می کرد. به بابت گفتم من باید آقای گری رو ببینم. می خوام باش حرف بزنم. تو می کشیش. تو منو می شناسی. من قاتلم. تو مردی. همه ی مردا همچی موقعی دیوونه میشن. بابت زیر بار دادن نشانی مرد نمی رفت و تمام ذهن مرا دیدن گری گرفته بود. در این حال جدل بین ترس از مرگ یا لذت بردن از مرگ همه جا با من بود. شاید هم با همه. اصر توی دانشگاه از پنجره خیره بودم که متخصص مغز و اعصاب دانشگاه را دیدم. دین ریچارد نابقه زن آرام و بی صدا از لابلای ساختمان ها می گذشت. جوری که کسی او را نبیند. یعنی کجا می رفت؟ دنبالش رفتم. از پشت دیوارها گذشتم و نفس زنان و جست و خیز کنان تا روی تپه تعقیبش کردم. روی تپه که رسید ایستاد. باد توی بارانی بزرگش می پیچید. مرا دید. با هم به تماشای غروب زیبای شهر نشستیم. غروب آنقدر زیبا و زلال بود که انگار مستندی از تلویزیون پخش می شد. یکو گفت من قرص و شناسایی کردم. برای ترس از مرگ ساخته شده. گفتم ولی کمکی نمیکنه. چون ما می میریم. بله می میریم فقط دیگه ازش نمی ترسیم. ظاهرا یه مرکز مخفی قرص و ساخته. تو میشناسیشون؟ تعقیبت کردم، فکر کردم شاید تو بشناسیشون با چشمهای باهوشش نگاهم کرد نه، هنوز نمیشناسم فقط فکر میکنم نباید ترس از مرگ و کنترل کرد یا از بین برد گفتم مرگ مثل نگاه کردن از گوشه چشمه همه چی خوبه اما یهو از گوشه چشم میبینی یه خرس برات کمین کرده به نظر تو باید چجوری ترس مرگ از بین برد؟ باید از بالای صخره بپرم یا تو پیچهای تند دیوانوار رانندگی کنم شایدم مثل رفیق پسرم بشینم تو قفس مارای سمی نمیدونم اما هر کاری کردی نباید بری سراغ قرص اصلا دارویی برای از بین بردن ترس مرگ وجود نداره درست میگفت من باید برمیگشتم به زندگی عادی سر کلاس و کنار خانواده. در سکوت غروب را نگاه کردیم. بعد بدون خداحافظی از تپه رفتم پایین. وضعیت عجیبی بود. توی خانه هنوز من و بابت تا هم را می دیدیم بی دلیل و با دلیل حال هم را می پرسیدیم. اغلب به آقای گری فکر می کردم. شبها تا دیر وقت بیدار بودم و تصورش میکردم. مردی صاحب تکنولوژی، پول، اقواگر و گم شده در دل تاریکی. مردی که هرگز ندیده بودم تمام ذهنم را پر کرده بود. نصف شب بود. احساس کردم کسی به هم زل زده. بلند شدم. وایلدر کوچولو بود. پسرک با سر بزرگش به هم خیره شده بود. از اتاق رفت بیرون. دنبالش رفتم که متوجه سایه‌ای توی حیات شدم. مردی توی تاریکی روی صندلی توی حیات نشسته بود. تا عمق جان ترسیده بودم. وحشت زده از پله ها رفتم پایین. خودم را توی توالت قایم کردم. توی توالت قدم زدم و فکر کردم. هم داغ بودم هم سرد آبی به سر و رویم زدم با خودم گفتم باید اول بچه ها را نجات بدم اما نه اول باید می رفتم سر وقت قریبه بیرون رفتم و در را باز کردم مرد با صدای در بلند شد مثل شبهی از دل تاریکی به طرفم آمد یعنی یعنی همان مرگی بود که قرار بود مرا ببلعد نزدیکتر شد نه مرگ نبود ورنون دیکی پدر زنم بود پدر بابت گفت نمیخواستم بیدارتون کنم بابت خبر داشت میاید؟ خودم خبر نداشتم زور سوار ماشین شدم یه نفس چهارده ساعت رانندگی کردم رفتیم توی آشپزخانه قفه فوری درست کردم گفت هر جا هر چی گیرم بیا تعمیر میکنم مثل شغل دوم و اینه که شغل اول ندارم به دست های پینه بستش نگاه کردم گذاشتم هر چقدر دلش میخواهد راجع به واشر و پیچ حرف بزند آخر سر هم گفت قرار با زنی ازدواج کنم اما به بابت نگو زنش درگیر میشه یه سر زنگ میزنه گفتم حتما پدر بابت مرد جالبی بود هوش عجیبی داشت یک جور فرصت طلبی خاص ازش خوشم میامد همان موقع بابت پایین آمد لباس پوشیده بود برود بیرون برای ورزش پدرش رو که دید خوشکش زد مثل من که خوشکم زده بود اه، چرا زنگ نزدی؟ حالا مگه چی شده اومدم دیگه؟ صبحانه درست کردیم و خوردیم. کمی که گذشت، احساس کردم بابت به حضور پدرش عادت کرد. حالش خوب شده بود. کم کم حرف جگهای نوجوانی شد و خاطرات نجاری پدر و عشقش به خالکوبی و موتورسواری از هانریش خواستم روی کاناپه بخوابد و اتاقش را بدهد به برنون. ورنون هر روز صبح رأس ساعت هفت توی آشپزخانه بود. هر ما زود بیدار می شدیم، او زودتر بیدار شده بود. رفتارش دیوانه کننده بود. می گفت جک، پیری خیلی سخته، خیلی سخت. هر روز صبح بیدار میشی، آماده میشی، اما نمیدونی برای چی، برای کی، هیچ کی منتظرت نیست. ورنون همش توی خانه دنبال جایی میگشت تا تعمیرش کند یا اینکه منتظر روزنامه و قبض تلفن بماند هر چه که بشود کاری کرد همیشه هر سوالی ازم داشت قبلش میگفت جک من رو حساب میکنم تو درس خونده ای استاد دانشگاهی بعد سوالش را میپرسید ببینم مردم قبل اینکه تلویزیون نگاه کنن انقدر احمق بودن؟ و من یا جواب نداشتم یا جوابی سر بالا. از آمدن پدر بزرگ استفاده کردم. شبی به اتاق دنیس سر زدم تا شاید قرص های دایلار را پیدا کنم. اما دنیس بلند شد. گفتم دایلار قرص خطرناکی نیست. پس چیه؟ دنیس دختر باهوشی بود. حقش بود حقیقت را بداند. نشستم و حقیقت را گفتم. البته با تکیه بر خود دارو نه چیزهای دیگر. گفت قرص را انداخته توی دستگاه زباله خورد کن. واقعا؟ بله واقعا. باور کردم. سرش را بوسیدم و از اتاق آمدم بیرون. ورنون بیرون توی حیات نشسته بود. کنارش نشستم. گفت پاشو تو ماشین کارت دارم. نصف شب؟ آره زنا تو خوابم صدای آدم و میشنون رفتیم توی ماشین ماشین بوی صافکاریا و تعمیرگاه ها را میداد گفت معلوم نیست من دوباره شما رو ببینم یه چیزی هست باید بهت بدم بعد دست کرد و اسلحه کوچکی درآورد گمونم تو تنها مرد آمریکایی هستی که اسلحه نداره یا بگیرش کوچیکه اما خوب شلیک میکنه ساخت آلمانه دست پاچه گفتم چرا؟ برای چی فکر کردی من اسلحه لازم دارم؟ جک بهش احترام بذار توفنگ توه دیر یا زود به دردت میخوره اسلحه تنها چیزیه که لیاقت و صلاحیت و آدم و برای زندگی روی زمین مشخص میکنه گفتم بدون اعتماد به نفس به چه دردی میخوره؟ فقط به بابت نگو، ازش خوب مراقبت کن نظر بیفته دست بچه ها و یادت باشه همه چی مطابق میل ما نیست یه روزایی یه چیزایی پیش میاد صبح وقتی میرفت بابت را توی آغوش گرفت و گریه کرد برای رفتنش ماشین را شسته بود و صورتش را اصلاح کرده بود بعد رو کرد به من و گفت دختر خوبیه منم خوبم نگران نباشین به خاطر بیخوابی هم ناراحت نیستم وقتی پیر میشی میبینی زمان چقدر مهمه نگران دندونامم نیستم هرچی بیشتر لق باشد بهتر میشه باشون بازی کنی زباله ها را درآوردم با خودم بردم توی پارکینگ عجب بوی بدی میداد یعنی دلیل بوی بد ما بودیم ما درستش کرده بودیم میشود شود خانواده ای را از توی زباله هایشان کشف کرد انگار راهی بود تا عمیق ترین امیال و خطاهای جمعی هر خانواده را دید تمام عادت رفتارهای تکرار شونده و امیال خصوصی همه توی کیسه زباله ما پیدا بود نقاشی که معلوم نبود آدمش زن است یا مرد تنابی پیچ در پیچ موهای در هم گره خورده صابون گوش پاک کن نخ دندان خلال دندان همه در آغوش هم شبیه شکل هندسی مدرنی شده بودند نقاشی مفهومی که باید کشفش می کردی اما از قوطی قرص خبری نبود بعدش رفتم توی اتاق زیر شیروانی و هر چیز به درد نخوری را دور انداختم حتی چیزهایی که فکر می کردم یک روز لازمم می شود و هیچ وقت نشده بود. هرچه لوازم تحریر و لوازم ورزشی و کاغذ هایی که رویشان مقاله نوشته بودم را دور انداختم. هرچه بیشتر دور می ریختم، بیشتر پیدا می کردم. یک ساعتی طول کشید همه را ببرم جلوی در خانه بگذارم. کنفرانس هیتلر شناسی شروع شد. مهمان ها آمده بودند. حدود 90 نفر و به مدت سه روز از کشورهای مختلفی بودند با ظاهرهای متفاوت و زبانهایی که با هم فرق داشت اما انگار شبیه هم بودند همه چهره شادی داشتند با لباسهای از مد افتاده زشت و عاشق شیرینی. اغلب با هم توی محبته دانشگاه راه می رفتند و شایعات آخرین روزهای زندگی هیتلر را بررسی می کردند. به آلمانی به همه خوش آمد گفتم و از روی کاغذ پنج دقیقه سخنرانی کردم. موضوع سخنرانیم پدر و مادر و سگ هیتلر بود. به شدت سعی می کردم از مهمانهای آلمانی دوری کنم. بیشتر توی دفترم پنهان می شدم. مهمانها هم جکهای هیتلری می گفتند و زیر لب می خندیدند. گاهی یاد اصله هم می افتادم. من رازی کوچک داشتم، شبیه زباله خانم شده بودم، ذره ذره در زندگی مخفیم فرو می رفتم. هیتلر شناس ها حرف زدند، گشتند و غذا خوردند و من توی دفتر تاریکم به راسهایم فکر کردم. کنفرانس هیتلر شناسی که تمام شد و همه رفتند، برای آزمایش های دقیق و تکمیلی به آزمایشگاه مجهزتری رفتم. از اتاق متعدد گذشتم و بارها و بارها معاینه های مختلفی شدم. تا بون استخانم بررسی شد. آخر سر گفتند، سؤال هایی میپرسند که به نتیجه آزمایش کمک می کند. بعد نتیجه را مهرموم شده می دهند تا به دکترم بدهم. اولین سوال حالتون چطوره؟ احساس سلامتی می کنم، اما منتظر تعییدم. جدیدن احساس خستگی کردید؟ خستگی؟ خیلی کم. اشتهاتون چطوره؟ هم خوب، هم بد. خوابتون؟ خوابم سبکه، اما خوب میخوابم. خوابم. بیقراری دارین؟ گاهی به راست میچرخم. سیگار؟ نمیکشم حتی تو نوجوانی تا حالا در معرض آلودگی صنعتی قرار گرفتین من ربطی به آلودگی صنعتی ندارم تو دانشگاه کار میکنم تا حالا در معرض مواد سمی می بودین چون توی خونتون دیده میشه دیده شده چی میشه توی بدن تبدیل به توده میشه ورزش میکنید از ورزش متنفرم متشکرم. من نتیجه رو میدم تا به پزشکتون بدین. توده در بدترین حالت با آدم چیکار میکنه؟ ممکنه باعث مرگ شه. از آزمایشگاه بیرون آمدم. توی خیابان قدم زدم و از تک تک پنجره ها صدای زندگی را شنیدم و تک تکشان را تجسم کردم. پیاده روی طولانی من با مری ظهر شروع شد. فکر کردم گشتی کوتاه توی محبته دانشگاه میزنیم و تمام اما گفتگوی سقراطی من تا بعد از ظهر طول کشید گفتم ما چرا مرگو درست درک نمی کنیم؟ چرا فهممون انقدر ناقصه؟ چیز جدیدی نیست روشنه که نمیفهمیم. فهمیم تولستوی زور زد تا مرگو تو داستان ایوانیلیچ نشون بده طرف فقط سه روز داد کشید همین من فکر می کنم فکر کردم به مرگ باعث میشه نزدیکتر بشه تا بمیریم. منظورت اینه که ما با ترس از مرگ مرگ و تشویق می کنیم؟ نمیدونم منظورم چیه. فقط میدونم خون من سمی شده و شاید خیلی زود بمیرم. فکر می کنی انصاف در مورد رایت نشده یا مردن برات زوده؟ پکر شدم. فکر کردم به خاطر حرفی که زدم حداقل هم دردی کنه. گفتم همه یه مرگا زوده. حتی اگه صد و پنجاه سال عمر کرده باشی بازم زوده. چرا؟ چون کارای زیادی هست که باید انجامش بدی و مرگ بهت فرصت نمیده؟ خود مرگ که باعث میشه بهش فکر کنم نه چیز دیگه ای تا کارای مونده چون کار مونده همیشه هست. پس میگی اگه همه کاراتو انجام بدی باز مرگ خود مرگ منصفانه نیست؟ معلومه خود مرگ که باعث ترس میشه خوبه وضعیتت به عنوان کسی که به مرگ نزدیکه جالبه به حرفات عبوحت خاصی میده جک تو نباید دنبال ترحم باشی مردم از کسی که مرگش نزدیک انتظار شجاعت بیشتری دارن به نظرت عشق از مرگ قوی تره؟ نه به نظرم مرگ از همه چی قوی تره پس همه ما از مرگ می ترسیم. فقط ترسمون درجاتی داره. به نظرت آگاهی ما از مرگ زندگی رو برامون با ارزش تر نمی کنه؟ ارزشی که پایش ترس باشه به چه دردی می خوره؟ به نظر من اگه به کسی بگن زندگی مثل باد میگذره لذتی از زندگی نمیبره. اما اگه بگن مرگ هر لحظه در کمینه از تمام زنده بودنش استفاده میکنه حالا درست یا غلط ببینم تو دوست داری ساعت و تاریخ دقیق مرگتو بدونی ابدا همین نامشخص بودنش به اندازه کافی ناجور هست با هم از روی پل گذشتیم از روی زباله های انبوهی که توی رودخانه بود بعد به زمین بازی بچه ها رسیدیم زنهای زیادی بچه هایشان را برای بازی آورده بودند گفتم چطوری باید مسئله رو برای خودمون حل کنیم؟ با تکنولوژی، تکنولوژی تراش میکنه ما رو جاودان کنه با عوض کردن اعضای بدنمون، با درمانهای مختلف فکر نکنم دلم بخواد اینجوری زنده بمونم پس با تمرکز روی زندگی پس از مرگ، با مرگ آشتی کن مطالعه کن و جهان رو ببین، دنبال معنا باش، به موسیقی فکر به شعر به رقص به هزاران اشتیاقی که با باور به زندگی پس از مرگ شکل میگیره به نظرت به خیال بافی نزدیک نیست ببینم آلمانی کمکت کرد ترس از زبان آلمانی کجا رفت چند سال ازش میترسیدی تا بالاخره باش مواجه شدی جک فقط ترس بدون پشتوانه باعث شده نظرت در مورد مرگ وحشت باشه درسته همیشه تو زندگی من مرگ من مساوی با ترس من بوده جک آدمای بزرگ از مرگ بزرگترن اصلا هیچ وقت نمی میرن. راستش از وقتی دیدمت احساس کردم قصد داشتی تمام ترساتو در شخصیت قدرتمندی پنهان کنی در آدمی مثل هیتلر من درک میکنم اما چرا شکست خوردی؟ سردرگمی اگه امید به زندگی یا زندگی بعد از مرگ نباشه میلیون ها آدم پاشون و از خونه بیرون نمیذارن من خودمو در تاریکی وسیعی پنهان کردم برای دور زدن مرگ راه های زیادی هست تو هم میخواستی مشهور باشی هم خودتو زیر اسم آدم دیگه ای پنهان کنی اسم کارت چیه؟ حماقت اصر توی دانشگاه اصل هم را درآوردم. سه گلوله داشت همه چیز اسلحه واقعی بود و در عین حال خشن وقتی از دفترم بیرون آمدم احساس کردم کسی تعقیبم می کند. ترسیده بودم. چرا ترسیده بودم؟ مردی که اسلحه همراهش هست چرا باید بترسد؟ اما من ترسیده بودم. از لابلای ساختمان ها گذشتم. توی عمرم آنقدر چالاک نبودم. از هر سوراخ سنبه ای رد می شدم. اما تعقیب کننده به من رسید. وینی ریچارد بود. سلام جک، باید می دیدمت. چرا؟ یادت راجع به مرکز سری ازم پرسیدی؟ جایی که داروی دایلر رو ساختن؟ البته گروهی که گفتی واقعا وجود داره یه قول چند ملیتی هم ازشون حمایت میکنه البته کاملا مخفی و سری برای اینکه قولای رقیب متوجه نشن بقیهش رو حدس میزنم یکی از نابغه هاشون تو مجله زرد بی اهمیتی آگهی میده برای داوطلب استفاده از قرص آفرین جک بعد تو مسافرخونه باشون قرار میذاشته دانشمندا و وکلا هم حسابی عصبانی میشن چون طرف پرونده هاشو خارج از سازمان باز میکرده ظاهرا یکی از این داوطلبین همراه همون آقا مصرف قرصا رو بدون نظارت شروع میکنه قرصایی تایید نشده و آزمایش نشده مورد زن درشت هیکلی بوده که الان معلوم نیست کجاست سر مرده چی میاد؟ رسوایی بدی میشه. آدم خودشونو بیرون میکنن. ظاهرا الان شکست خورده و داغون تو همون مسافرخونه ای زندگی میکنه که قرار میذاشته. کجا؟ تو جورتاون، آیرون سیتی، بخش آلمانی نشین. البته الان دیگه آلمانی اونجا زندگی نمیکنه. یه راست رفتم خونه. به بابت گفتم با ماشین میرم بیرون منتظرم نباشه چون معلوم نیست کی برمیگردم. منتظر بودم بپرسد چرا برای چی اما فقط گفت هوا سرده کلا تو سرت بذار رفتم توی راه حسی شبیه خیال داشتم مثل یک خواب بعد از عوارزی گذشتم بدون اینکه 25 سنتی عوارزی را بدهم بیست و پنج سنتی من به چه درد دولتی میخورد که میلیاردها دلار مقروز بود؟ در مسیر بارانی تا آیرون سیتی دو چراغ قرمز هم رد کردم. از تمام چیزهایی که اطراف یک شهر را میساخت گذشتم. از قبرستان ماشین های قرازه تا کارخانه های کوچک. احساس بیوزنی میکردم. دستم را توی جیبم کردم و برآمدگی اسلحه را لمس کردم طول کشید تا مسافرخانه را پیدا کنم اما پیدا کردم محله متروکی بود و ساختمان مسافرخانه کهنه و یک طبقه بود همه جا تاریک بود و ماشینی جلویش پارک نشده بود حدودا نه ده تا اتاق داشت نقشه داشتم باید سه بار دور مسافرخانه بگردم بعد دورتر پارک کنم آقای گری را پیدا کنم و هر سه گلوله را توی شکمش خالی کنم تفنگ را پاک کنم و توی دست خودش بگذارم بعد یادداشت خودکشی بنویسم برگردم توی ماشین از اتوبان به سمت خانه بروم رفتم توی مسافرخانه از پنجره اتاقهای خالی را نگاه کردم توی اتاقی شعله لرزان شم را دیدم. کسی روی صندلی نشسته بود. رفتم تو. مردک با شلوارک و بلوز هوایی روی صندلی رو به تلویزیون نشسته بود. اتاق کثیف و دلگیر و چرک بود. بدون اینکه نگاهش را از تلویزیون بردارد گفت: برای دایلار اومدی؟ برای رها شدن از ترس یا از دست حافظت؟ چیزی نگفتم. گفت هر جایی یه جور رفتار میسازه اتاق اینجا هم همینطور. رفتار توی خیابون با توی اتاق فرق داره. رفتار کسی که تو اتاقه با کسی که وارد اتاق میشه فرق داره. درست میگفت. گفت. مرد رنگ پریده با موی بلند و آشفته بود. مردی که صاحب نبوغ یک مؤسسه بود، شبیه مواد فروش خورده پایی شده بود. دلم برای بابت سوخت. یعنی مرد بیچاره توی مسافرخانه آخرین امیدش بود. امید برای رهایی از ترس و رسیدن به شادی؟ مرد مشتی قرص سفید درآورد ریخت توی دهانش. گفتم اهل کجایی گفت من قبلا اینجوری نبودم میدونم کار بزرگی میکردم خودم به خودم حسودیم میشد متاسفانه دایلر شکست خورد اما یه روز سر پا میشه یعنی میگی یه روز داروی ترس از مرگ واقعا درست میشه الانم هست من مثل شکلات میخورمشون چند تا میخوای؟ چیزی نگفتم اتاق کسیف را نگاه کردم همون اتاقی که زنم آمده بود گفت من هرچی تو اتاق گذشته رو یادمه پیش خودم گفتم نقشم حرف نداره اعتمادشو جلب میکنم سه تا گلوله میزنم تو شکمش اسلحه رو پاک میکنم میذارم تو دستش گفت تو خیلی سفیدی برای اینکه دارم میمیرم قرصا رو بخوری دیگه از مرگ نمیترسی ولی بازم میمیرم آماده یه کشتنش بودم اما باید نقشه ظریفم را درست عملی میکردم مرد به دستشویی رفت. پشت سرش رفتم و اسلحه را درآوردم. سعی کرد خودش را پشت کاسه توالت پنهان کند. دست روی سر و پاها چسبیده به هم. خودم را از دید او میدیدم بزرگ و مهیب ایستاده توی چارچوب در. مرد از توی جیبش باز هم قرص در آورد و توی دهانش ریخت. من شلیک کردم. تنین صدای شلیک پیچید. به خونی که بیرون می آمد نگاه کردم گلوله دوم را شلیک کردم بیشتر به خاطر تنین صدایش دستمالم را درآوردم اسلحه را پاک کردم و با ظرافت توی دستش گذاشتم در آخرین لحظه که بیرون می آمدم مرد با آخرین زورش به من شلیک کرد گلوله خورد به مچ دستم درد بدی بود. خون میریخت و دستم به شدت میسوخت. گلوله سوراخ کم عمقی ایجاد کرده بود. یک آن احساس کردم نفرت از من عبور کرده. باید به مرد کمک میکردم. پایش را گرفتم و کشاندمش بیرون. باید تنفس مصنوعی میدادم. باید نجاتش میدادم. چند دقیقه بعد تنفسش منظمتر شد. با بدبختی سوارش کردم انسانیتم هر لحظه به اوج می رسید جایی را نمی شناختم. بیمارستان و درمانگاهی بلد نبودم تا اینکه ساختمانی دیدم روی در ورودیش صلیبی بود مرد دستش روی شکمش بود و اسلحه هنوز توی دست دیگرش مرد نیمه هوشیار خیال می کرد خودش به خودش شلیک کرده بلندش کردم و بردمش تو. شادی پشیمانی از کشتن آن مرد برایم دو برابر شده بود. دو راهبه در را باز کردند. گفتم ما تیر خوردیم. گفت آره زیاد دیدیم. راهبه ها درمانگاه کوچکی داشتند. همه آلمانی حرف می زدند. توفنگ را از دست مرد درآوردند. توی کشوی انداختند که حداقل شش اسلحه و دو چاقوی دیگر تویش بود. خواستم داستان تیراندازی را برای دکتر تعریف کنم اما علاقه به شنیدن نداشت. با راهبه ها آلمانی حرف زدم. رفتارشان گرم و صمیمی بود. زخم دستم را پانسمان کردند. وضع بامزه‌ای بود. با راهبه ها به زبان آلمانی رنگ ها را می گفتم و اسم اشیا را. به خاطر لحجه هم می خندیدیم. پشت سر راهبه عکس کندی بود و پاپ. هر دو مرده بودند. اما توی عکس سر حال و قبراق بودند. شاید واقعا اینطوری بود. شاید بعد از مرگ همه خوشحال و سرحالند. راهبه گفت دنیا برای رستگاری به آدم های معتقد نیاز داره. از دکتر پرسیدم. حال مرد چطوره؟ گفت. طول میکشه خوب شه. اما نمیمیره. نزدیک صبح بود که برگشتم خانه. وقتی رسیدم، ماشین و صندلی خونیش را دم در رها کردم. با همان لباس ها رفتم توی تخت. منو بابت هر روز غروب آفتاب را تماشا میکنیم روی پل کنار بقیه مینشینیم و زل میزنیم به آسمان کسی رادیو روشن نمی کند. دکتر بارها خواسته راجع به سم توی خونم با من حرف بزند. اما من نمی خواهم. فروشگاه ها پر از خوراکی هن. خرید می کنیم و موقع بیرون آمدن مجله های زرد و آمه پسند را نگاه می کنیم. تویشان به غیر از قضا و عشق همه چیز هست پایان کتاب